نیما چرا شعار میدی؟ ببین من این قسمت رو پخش نمی کنم. همه شرکت تولیدی کار کنن، فروش نتونه خوب بفروشه، اون شرکت زمین میخوره. بالای 300 میلیارد تومان توی داداش ظرفیت تولید ما 600 هزار کارتون بود، تو چجوری توی این ماه 700 هزار کارتون فروختی؟ خب سلام، در خدمت یکی از سلطان‌های بازاریابی و فروش ایران هستیم، آقای نیما دهقان. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. خیلی خوش تشریف آوردین آقا نیما. ممنون شما. این که البته مبالغه بود، ممنون از لطف. ما در حال یادگیری هستیم آقای سلیمانی. دلمون براتون خیلی تنگ شده بود آقا نیما. منم همینطور. خیلی وقت بود. سلامت باشی. سعادت نداشتیم در خدمت شما. خواهش میکنم. کم سعادتی از ما بوده. قربون شما. یه توضیح میدی، از خودت میگی چیکار کردی، چیکار میکنی؟ از خیلی قبل. از دوست داری بگو. من نیما فیروز دهخان هستم، که البته منو به نیما دهخان میشناسن. متولد سال 1365، از سال 84 کار کردن رو شروع کردم و یعنی مفهوم پول در آوردن رو تجربه کردم. کسب درآمد رو از 19 سالگی همزمان با زمانی که رفتم وارد دانشگاه شدم تا سال 89، از 89 تا 91 در یک شرکت. نمیخوای بگی چی کار میکردی تو اون 4 سال؟ خیلی کارا میکردم. بگو دوست داریم بشنویم. من کارو با فروش شروع کردم بدون اینکه دانشی در موردش داشته باشم. دیپلم توی رشته ریاضی بود. آرزوم این بود که مهندسی عمران بخونم. دهه 60 ها میدونن حسشون نسبت به مهندسی مکانیک و عمران و اینجور رشته ها چقدر یه حس خاصی بود. یعنی همه دوست داشتن توی این رشته ها فعالیت کنن. و سال 84 آدم یه جایی، من خیلی تو مقاطع زیادی فهمیدم که خدا آدم از خودش بیشتر دوست داره. دانشگاه مدیریت بازرگانی قبول شدم و یه شهرستان خیلی دورتر هم مهندسی عمران. ولی یعنی خدا یه جوری تنظیم کرد که ما در این رشته شروع به فعالیت کنیم، با اینکه سال اولش بسیار ناراحت بودم و حس زیاد خوبی نداشتم. و بدون هیچ دانشی شروع کردم توی بازار به کسب درآمد. حالا اتفاقای خیلی مختلف تو زندگی من افتاد. مثلا از سال 84 تا 89 که بیس کاری من تو دنیای حرفه‌ای شد و اونجا بودش که خیلی تجربیاتو کسب کردم. مثلا اولین کاری که انجام دادم کار کردن توی تئاتر بود. تئاتر کودکان رو بازی کردیم با دوستم و اولین کسب درآمدم از اونجا شروع شد. بعدش با همون دوستم وارد یه بازاری شدیم. بازار من توی کرج زندگی می‌کردم و اونجا شروع کردیم توی این نمایشگاه‌های فصلی که شهرداری میذاشت همیشه غرفه اجاره می‌کردیم. علاقه داشتیم به زدن رستوران یا ساندویچی‌های خیلی کوچیک و مقطعی و فصلی. و اونجا با مفهوم فروش آشنا شدم، با برخورد با آدم‌ها آشنا شدم، با مفهوم ساندویچ اینا آشنا. آره. و بعدش همزمان موازی با این یه کاری به من پیشنهاد شد که اونم اتفاقی بود. ما یه تور یک روزه با یه سری از دوستامون که متعلق به یه آژانس از دوستای صمیمی خودمون بود رفتیم و تور لیدر اون روز، نمیدونم حالا ما یه آنی ارمادید آن ما رو فهمید، پیشنهاد داد که آقا تو میتونی تور لیدری کنی؟ گفتم نمیدونم، من همچین تجربه نداشتم. گفت خیلی خوبی، قشنگ گروه رو تونستی هدایت کنی بدون اینکه هیچ نقشی داشته باشی. و به من پیشنهاد اون کار داد. من به مدت 3 سال تور لیدر تورای یه روزه توی کرج بودم. نمک آبرو، تنگه، وایشی، ماسوله. چند سالت بودم؟ حدودا فکر کنم 21-22 سالم. آخه من شنیدم که حالا یه تایمی شد عقب‌تر از این شما خجالتی بودی، خیلی گوشه‌گیر بودی. بله بله. چی شد؟ از کجا تغییر پیدا کردی؟ همه این تغییرها از سال 84 به بعد. من قبل 84. از سال 84 بسیار آدم مظلوم و اصلا دنیا ندیده ای بودم.
یعنی من هیچ وقت یادم نمیره، من خواهر بزرگم مثلا همیشه این فکر رو میکرد که میگفتش آقا نیما قراره تو آینده چیکار بکنه، یعنی مثلا تو 19 سالگی من سلام روم نمیشد سلام بگم و ارتباطی با کسی داشته باشم. من دانش آموخته کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بودم، تو دو تا رشتم فعالیت میکردم، یکی معرق یکی مشاعره، و اصلا یه فضای ادبی هنری خاصی که میگم اولین تستام همیشه درونگراییم بالای 90 بودم، اصولا درونگرایی. دست روزگار و محدودیت ها در زندگی باعث شد که من این رویم عوض بشه. یعنی شما یه جایی به یه خواسته هایی دست پیدا میکنی، میخوای که چیزی رو داشته باشی و محدودیت حالا تو همه خانواده ها هست، اون چیز برات فراهم نمیشه و تو دست از اون خواستنه بر نمیداری، تلاش میکنی، بعد میری برای تلاش کردن اون، بعد وارد دنیای جدید میشی. اونجاست که میفهمی باید چجوری برخورد کنی، چجوری بفروشی. حالا سر فروختن صحبت زیاد دارم، سر فروش خیلی صحبت دارم. و اونجا شد که زندگی من عوض شد، اونجا شد که من با یه دنیایی آشنا شدم که بر مبنای منطق مذاکره، بر مبنای بیمنطقی بعضی وقتا شما باید یه سری چیزا یاد بگیری، از حق خودت دفاع بکنی، کسب درآمد کنی و زندگی تو توسعه بدی. دیگه داستان از اینجا شروع شد که بعد به مدت 3 سال من تور لیدر شدم. یعنی انقدر این تورهایی که مثلا ما بردم فیدبکاش انقدر خوب بود که یعنی یه جوری شده بود مسافرها زنگ زدن به اون آژانس که اگه نیما هست ما بیاییم. بزرگترین تجربه من اونجا بود. چرا؟ چون شما وقتی تور با خودت میبری، یه اکیپی از مردم رو میبری، از همه قشر رو میبینی، پیر و جوان رو میبینی، افسرده رو میبینی، کسی که معتاد بوده اعتیادش رو ترک کرده رو میبینی، یه سری اکیپ جوانای خوشحال رو میبینی، یه سری اکیپ جوانهای ناراحت رو میبینی، پیر مردها و پیر زنهای عزیزمون رو میبینی که میبینی که اصلا ما همیشه تصویرمون از آدمایی که سن خیلی بالا دارن اینه که گوشه‌گیر توی خونه، نه اینطوری نیست. تو این توره شما با یه عالم فرهنگ، با یه عالم بینش آشنا میشی و به نظر من یکی از تاثیرات مهم تو ارتباط برقرار کردن من با دیگران داشت. یعنی من اونجا تازه یاد گرفتم از مردم. یعنی میشه آدمی که بالای 90% درونگرا بوده، باعث اتفاقات خواستهایی که بهش نرسیده و براش تلاش میکنه، بیاد بشه آدم برونگرا؟ جالبه، من واقعا علمش رو ندارم توی حوزه روانشناسی، من نمیدونم. این موضوع قطعا اکتسابی بود برای من و شاید هم حالا یه ژنی توی منم وجود داشته، ولی تستای در روانشناسی به من میگه که من آدم درونگراییم. همین الان هم هستی یعنی؟ آره، ولی تو این شیوه برخوردم و ارتباط برقرار کردنم کسی اصلا باورش نمیشه. یعنی حتی اصلا به من اینجوری میگم، بدون اینکه چیزی بدونم، میگم آقا تو چقدر برونگرایی، یعنی اصلا با تو فقط باید آدم خوش بگذرونه یا ارتباط بگیره. خیلی مجلس رو گرم میکنه. بله، حالا اون مجلس فروشه، مجلس شادیه، هر یه رسیدن به یه هدف تیمیه، با تو میشه آدم اون انگیزاش برابر بشه. این فیدبک دیگرانه، من خودم شاید تو خودم درون خودم همچین حسی رو شاید نداشته باشم. و اون تور لیدری باعث شد که من جسارت رو پیدا بکنم که توی دنیای کاریم بتونم بیشتر فعال باشم. دیگه اون استارت کار من بود، تا اینکه رسیدیم به یه جایی که دیگه من تقریبا شده بودم یکی از پیمانکارهای کم سن و سال توی کرج. یه خاطره خیلی خوبی که دارم که هنوز برای خودم سواله که اگه الان اون اتفاق میافتاد من اون کار انجام میدادم یا نه. سال 88 پراید فکر کنم 7 میلیون تومن بود. یه سیرکی وارد کرج میشه که دو تا چادر داشت، یک چادر اجرای برنامه و یه چادری که برای خدمات دادن به مخاطبین. از طریق یه دوستی موضوع به من معرفی شد و خواستن که با من یه قراردادی ببندن. هیچ وقت یادم نمیره سال 88 اون قرارداد مبلغش 12 میلیون تومان بود. که چی کار کنید؟ که کل اون چادری که خدمات به مشتریان و مخاطبین میده رو به صورت پیمانی بردارم، حالا توش رستوران بزنم، غرفه های خاص بزنم. مبلغ اون چادر رو کلا با یه نفر قرارداد می‌بستم، مبلغش هم 12 میلیون تومان بود بابت 25 روز. پراید 7 تومن بود.
دلار پراید 7 تومن. پراید 7 تومن بود و دلار فکر میکنم 400 تا 500 تومن بود. من 150 هزار تومن پول تو جیبم داشتم، یه پراید داشتم که ارزشش 7 میلیون تومن بود و قراردادی رو بعد امضا میکردم که 12 میلیون تومن بود. این سوال الان برام هست که با اون اسکیل در سال 402 این عددا اگر اسکیل آب بشه من جرأت قبول همچین کاریو دارم یا نه. ولی اون روز امضا کردم و با دوستم به یه غرفه عروسک فروشی، به یه غرفه سوغات فروشی و به یه غرفه عطر فروشی من قسمتی از این چادر رو اجاره دادم و رستورانش رو برداشتم. با اون سه غرفه پول قراردادم رو پاس کردم و از اون رستوران 3.5 میلیون، یعنی 7 میلیون سود خالص ما برداشتیم. 3.5 میلیون من، 3.5 میلیون دوستم. دیگه حرکت توی بازار برام جذاب شده بود، یعنی اصلا دیگه فعالیتام همش توی حوزه های این شکلی بود که به صورت پیمانی پروژه رو برداریم کار رو انجام بدیم. ولی خب بالاخره خانواده های سنتی ملاک ذهنیشون این بود که آقا کار یعنی این که شما بری سر کار در سر یه ساعت مشخص بیمه براتون رد بشه و یه حقوق مشخص بگیری، در صورتی که من درآمدم نسبت به دلار مثلا 500-600 تومانی 3.5 میلیون توی 25 روز یه عدد به نظر من شاخصی. بعد از اون وارد یه بازاری شدیم با همین دوستانم، وارد بازار عینک شدیم بدون اینکه دانشی از مارکتینگ داشته باشم. من از 84 تا 88 که لیسانسم رو گرفتم تازه اونجا من داشتم با مفاهیم تئوریکال مارکتینگ و تئوری‌های مدیریت تازه آشنا می‌شدم، چون اصلا فضای من فضای ریاضی بود، اصلا توی فضای علوم انسانی دانش و سررشته‌ای نداشتم و تا سال 88 در حال یادگیری بودم. وارد بازار عینک‌های آفتابی شدیم بدون اینکه از مارکتینگ سررشته زیادی داشته باشیم. یه سگمنت بازار برای خودمون انتخاب کرده بودیم، اون سگمنت هم آرایشگاه‌های زنونه و باشگاه‌های زنونه بود که از طریق ارتباطاتی ما عینک‌ها رو به این مؤسسه به این باشگاه‌ها می‌دادیم و باقی مانده‌اش رو با مبلغ پول پس می‌گرفتیم. بسیار بیزنس خوبی بود اون موقع، یادمه که اونقدر سرمایه نداشتم. ما کارمون به جایی رسیده بود که بریم دیگه عینک رو از چین بیاریم، ولی من دیگه پول بلیط رفتم به چین رو نداشتم. توی چین اینجوریه، شما عینک رو یک روستا شیشه رو تولید میکنه، یک روستا قاب رو تولید میکنه و یک روستا دسته عینک رو، و یه روستا هم هستش که همه اینا رو اسمبل میکنه با برندهای معروف توی دنیا میفروشه که کاملا هم استانداردها رو پاس میکنه، یعنی کاملا رقیبا، یعنی رقیب خود برنداست و این اتفاق داره توی ایران میافت. دیگه همجور پروژه‌ای ما کار میکردیم. یادمه که یه بار یه طراح دانمارکی، یه معمار دانمارکی لوستری رو طراحی کرده بود، ما توی سایت پیداش کردیم، طرح گستردهش رو در آوردیم، قالباش رو در آوردیم توی پامنار با ورقای پولیپوریلن. این ورقای پولیپروپیلنه، اصلش اینه، حالا پی ای هم بهش میگن. این ورقا به ذات رنگی بودن، ورقا رو از توی بازار خریداری می‌کردیم، می‌رفتیم تو پامنار بر اساس قالبش دایکات می‌کردیم، می‌آوردیم خونه اسمبل می‌کردیم و اولین بار یه ترس خیلی زیادی داشتیم که می‌خوایم با یه فروشنده لوستر، با یه مغازه‌دار صحبت بکنیم و این جنس رو بفروشیم بدون اینکه میگم هیچ اصولی از این موضوع رو بلد باشیم. بازار لوستر اون سال‌ها بازار چکی بود، کاملاً اعتباری. ما هم این چیزها رو بلد نبودیم، مثلا نمیدونستیم آقا جنس امانی فروختنش خوبه یا بده. الان امروز میدونیم فروشش خوبه یا بده، حالا بعدا توضیح کامل رو میدم خدمت. ما این محصولات رو مثلا صبح تا بعد از ظهر 15 تا لوستر، 10 تا لوستر تولید میکردیم میبردیم توی این مغازه ها میذاشتیم. این کار اینقدر خاص بود در زمان خودش که تو سفارش بعدی که به ما زنگ می‌زدن پول اونو تسویه می‌کردن، یه پولی هم پیش پرداخت به ما می‌دادن تا لوستر بزنیم، ولی باز هم اونجا به خاطر جوان بودنمون، دانش کممون، نرفتیم این تر رو ثبت بکنیم. ما انقدر این کار رو ادامه دادیم تا اینکه یه روز رفتیم توی مغازه‌ای لوسترای خودمون رو دیدیم بدون اینکه ما بهش فروخته باشیم. یعنی اون لوستر دیگه یه ماهیت همگانی پیدا کرده بود، همه داشتن دیگه اون لوستر کپی کردن، بله دیگه مزیتش داشت از دست میداد و ما هم از اون پروژه خارج شدیم. لوستر تلقی گردی که توی بازار ایران میبینید شاید باورتون نشه اولین بار من و دوستم وارد ایرانش کردیم و بعدش اینجوری گسترده شد. لوستر گردی هن که حالت رنگی ها. بله رنگی ها، ورقای رنگی هم که عرض کردم خدمتت. و همجوری گذشت تا اینکه یکی از دوستان به من یه کاری توی شرکت تولید شوینده
پیشنهاد داد. دو سال سرپرست فروش اونجا بودم و از سال 91 وارد گروه صنعتی گلرنگ شدم در حوزه تولید محصولات سلولوزی شرکت ماریناس با کارشناسی، سمت کارشناسی. تجربیاتی که از 84 تا 90 91 من به دست آوردم باعث شد که توی اون زمان برای مدیرای وقت اون زمان یه ذره جای تعجب باشه برام براشون که چجوری دارم جنس میفروشم. یعنی دیگه اون موقع دیگه یواش یواش وارد این عرصه شدم. با کارشناس برند شروع کردم. شرکت تولیدی ماریناسان محصولاتش رو به شرکت‌های پخش گروه می‌فروشه، یعنی با بر اساس برنامه سالانه با شرکت‌های پخشی که گروه داره بر اساس بودجه مصوب کالاشو توزیع می‌کنه. در عرض کمتر از 2 سال تقریبا مسئولیت فروش کل شرکت‌های پخش از ماریناسان به عهده من شد. از کارشناسی ارتقا پیدا کردم به سرپرستی و بعد از 6 ماه، یعنی توی 6 ماه، از سرپرستی به رئیسی ارتقا پیدا کردم. این داستان تا سال 95 و مدیر عامل وقت اون زمان اتفاق افتاد و ادامه داشت تا اینکه مدیر عامل عوض شد و مدیر عامل فعلی که الان در ماریناسان حضور دارن مسئولیت اداره این شرکت رو به عهده گرفتن. اوضاع شرکت ما خیلی بحرانی شده بود از سال 93 تا 95 واقعا بر اساس تصمیماتی که حالا برای اون زمان یا شاید درست بوده یا غلط، ولی برایندش نشون داده بود که درست نیست. رسیده بودیم به شرط خیلی بحرانی که ایشون تشریف آوردن و با یه نگاه جدید ما کارو شروع کردیم، ادامش رو دادیم. تارگت هم این بود سال 95 مدیر بشم. سال 96 مدیر شدم و این پروسه ادامه پیدا کرد تو حوزه بازاریابی و فروش. من هم همجور دانشم داشتم تکمیل میکردم. تو سال 91 هم فوق لیسانس قبول شدم، بازرگانی، مدیریت بازرگانی با گرایش بین الملل، و 4 ترمه درسم رو تمام کردم با معدل 17، ولی پایان‌نامه‌ام نتونستم بدم. انقدر که درگیر این کار شدم، علاقه به فروش و بازاریابی باعث میشد که من وقتی برای این پایان‌نامه نذارم. 2 تا 3 سال بعد بالاخره پایان‌نامه رو دادم و کارو تمام کردم، درسم و فوق لیسانس هم تموم شد تو این حوزه و دیگه کارو ادامه دادیم تا سال 98. من 98 به عنوان نماینده ماریناسان در یکی از شرکت‌های پخش گروه که به نظر من اولین شرکت مویرگی گروه صنعتی گلرنگ هسته شروع به فعالیت کردم. 1 سال اونجا کار کردم و بعد از 1 سال در سال 99 دوباره برگشتم شرکت ماریناسان و دیگه از سال 99 مسئول کل حوزه بازاریابی و فروش بودم تا سال 1401 که مدیر عامل ما محبت کردن و حالا سمت این تصدی این مسئولیت هم به من دادن و به عنوان معاون بازاریابی و فروش در خدمت. البته شما لیاقتتون خیلی بیشتر از این است. چند سال کار فروش انجام دادی؟ یعنی اینایی که گفتی فکر کنم من از 84 دیگه میگم تو این عرصه بدونی که دانشی ازش داشته باشم، یعنی اول رفتم کار کردم تجربه، بعد فهمیدم اسم این کار فروشه، فهمیدم اسم این کار مارکتینگه. اینکه تو یه سگمنت فروش تو حوزه فروش عینک انتخاب میکنی و تو اون فعالیت میکنی. من هیچ وقت مغازه نرفتم عینک ویزیت بکنم، ولی باشگاه عینک خیلی فروختم مثلا تو حوزه تخصصیش. یواشاش اینا رو یاد گرفتم، بعد فهمیدم اینا هر کدوم اسم داشته. ناخودآگاه نیچ کار کردی. آره، بدون اینکه بدونم. و یا اینکه مزیت رقابتی داشتن رو من توی لوسر فهمیدم. یعنی وقتی شما یه حرف جدید داشته باشی اون حرف خریدار داره، ایده جدید همیشه خریدار داره. و میگم از 84 اگر حساب بکنید الان اگه برگردی به 82 اولیه چند بود شروع کردی؟ اول 19 سالگی 84 همون کارا رو دوباره میکنی؟ یا یه مسیر دیگه میری یا یه کارهای بهتری میکنی؟ ببین این سوال خیلی جالبیه، ولی من یه دوستی دارم یه حرفی همیشه به من میزنه، اون حرف خیلی منو آروم میکنه. میگه آقا هر اتفاقی که برات افتاده قرار بوده که بیفته. یعنی تو باید اصلا همین مسیر رو باید طی میکردی. این بهینه ترین حالته و منم همین حس رو دارم. به نظر من خدا بهینه ترین حالت از بین تمام روش هایی که تو میتونی زندگی کنی. بالاخره شما انتخاب کردی دیگه. آره، من میگم تمام، شما حساب کن تمام دوران کودکی تو با آرزوی رسیدن به مهندسی عمران. من عاشق ماشین سنگین بودم،
و یه دایی دارم که مهندس عمران بود، الگوم ایشون بودن و همیشه دوست داشتم که تو این حوزه فعالیت کنم. اصلا انتخاب من نبوده، اینجاست که آدم یه زنگ میاد توی ذهنش که این توی مسیری میشه. افتادی انگار حالا دیگه تو بلدی با اون ابزارا چقدر بازی بکنی یا چقدر توش فعالیت بکنی، دیگه بستگی به خودت داره. آره من از مسیری که اومدم خیلی خوشحالم. همین مسیر رو میومدی؟ آره همین مسیر رو میومدم. هنوز دوستانی که باهاشون بودم از همون 19 سالگی، اونا توی حوزه بازار موندن و خیلی هم موفقن و بعضی وقتا هم هی به من میگن آقا تو چرا رفتی توی این سیستم، تو بیرون ما با تو یه عالمه کارهای اینجوری تجربه کردیم، پول درآوردن تو بلدی، اصلا نیاز نیست بری. ولی من فکر میکنم بازم همین مسیر رو انتخاب میکردم. یه چیزی توی روحیه من شاید متفاوت باشه، من ثبات عمل کردی شاید برام مهم بود که توی این حوزه بیشتر فعالیت کردم و اومدم توی حوزه‌ای که توی شرکت منسجم بخوام کار بکنم. شما توی حوزه بازار همیشه تو نوسانی، توی حوزه شرکت داری و حضور در یک شرکت هم در همین حالت هستی، نه اینکه نباشی، ولی بالاخره انتخابه و من از این انتخابم میگه آدم ها به خاطر استعداداشون نیست که موفق میشن، به خاطر انتخاباشون. من از انتخابم راضیم خدا رو شکر، حتما تو این انتخابه بود که من تونستم همسرم رو پیدا کنم و بتونیم با هم ازدواج کنیم و این مسیر رو بیام جلو دیگه. یعنی کاری نیست که پشیمون باشی از انجام دادنش؟ کاری هستش که حس میکنم باید بهتر انجامش میدادم به خاطر تارگت هایی که دارم. من اصولا تارگت محور زندگی میکنم، یعنی یه چیزی رو تارگت میکنم و باید بهش برسم. همم از این موضوع شاید بعضی وقتا دست من کلافن، ببیشه مدیر عامل شرکتمون که بعضی وقتا یه ویژگی رو همیشه از من مثال میزنه، میگه تو خیلی عجولی و این همیشه برام وجود داره. تارگت بیس کار میکنم و بعد به اون هدف برسم. همیشه اینجوری زندگی کردم. خدا کمک کرد تو این مسیر در حال حاضر همیشه بر خودم مزیت رو داشتم، دوستشم بهش برسم. واقعا هم لطف خداست، دعای مادر همیشه همراه من بوده. کمسن‌ترین معاونم، معاون گروه صنعتی گورنگم فکر میکنم و کمسن‌ترین عضو هیئت مدیرم تو یکی از شرکت های گروه. انشالله کمسن‌ترین مدیر عاملم بشی ببینیم. خیلی ممنون. انشالله حالا برای همه اتفاقای خوب بیفته. من آرزوام همیشه همین بوده، برای همه همیشه خیر خواستم. آره من از انتخابام راضیم. بعضی وقتا هم میگم حالا شاید به خاطر اون روحیه عجول بودنم حس میکنم بازم باید بهتر آدم کار انجام بده. یعنی من همیشه اینو به خودم همیشه میشه بهتر کار کنم. آره هیچ وقت حس نمیکنم آخرشم، همیشه حس میکنم اولش. یه چیزی رو همیشه به دوستانم و همکارام هم گفتم، یکی از علتهای این مسیر شغلیه که منجر حالا به یه پیشرفت نسبی نه خیلی عالی، منم عضو کوچیکی از این شرکت هستم، این شرکت آدمای خیلی بهتر و با استعدادتر از من داره، این بود که من همیشه یه فنی رو داشتم تو کار کردنم، این که آقا سعی کنم مدیر بالا دستیمو بیکار کنم. یعنی یه شاخص داشتم، یعنی کاری نباشه که مدیرم حتی تو ذهنش بیاد من قبلش انجام نداده باشم. من اینجوری پیشرفت میکردم، یعنی یه کاری میکردم مدیرم به هیچ کس زنگ نزنه، با هیچ کس هیچ کاری نکنه، یعنی هر موقع مدیرم یه سوالی ازم میپرسه میگفتم انجام دادم. یواش یواش اعتماد مدیرم رو جلب کردم. انقدر این کارو شما میکنی که دو تا اتفاق میفته برای مدیر بالا سرید، یا کلا از اون سیستم حذف میشه که این خواسته من نیست، یا قطعا ارتقا پیدا میکنه. چون شما باید تلاش کنی که مدیر بالا دستید ارتقا پیدا کنه که بتونی بری بشینی جاش. بله. برای این کار تو باید تمام کاراشو بتونی به نفع احسن انجام بدی، یعنی خودت رو تو جایگاه اون تصور کنی بدون اینکه اصلا این سمت رو داشته باشی. و اینجا میشه به نظر من رمز موفقیت همکارا. من به همکارام همیشه اینو میگم، میگم او اگه یه همچین مسیری رو میخواین باید این کارو بکنید، یعنی باید انقدر تمرین کنید که سوالی رو که فردا قراره مدیرتون ازتون بپرسه رو جوابشو داشته باشید و یه روز زودتر انجام بشه. اگه همه اینجوری کار میکردن که الان گلستون بود اینجا. آره. من اینجوری کار کردم، یعنی همیشه تارگت هم این بوده که مدیر بالا دستیم هیچ کاری نداشته باشه برای انجام دادن، هر چی بخواد من بگم انجام شده که یواشاش بتونم جاش بشه. فکر کنم موفقم بودی تو این زمینه. الان فقط تارگت شده مدیر عاملم، نمیتونم الان همه کاراشو انجام بدم، ولی سعی میکنم تو حوزه‌ای که دارم فعالیت میکنم، یعنی بازاریابی و فروش،
قسمت اعظمی از اون تفکر رو بتونم اجرا بکنم و انجامش بدم. همیشه با مدیر عامل فعلی ما اینجوری رفتار میکنیم، ایشون یه تصویر بزرگ رو برای من میسازه، یه خط فکری رو میسازه و من دوان دوان به سمتش میرم. تأثیرگذارترین فرد توی حالا اول کسب و کار، یعنی زندگی کاریت، بعد تو زندگی شخصیت کی بوده؟ سوال سخت سخت آقا محمود. تأثیرگذار که خب خیلی آدم ها هستن، من نمیتونم بزرگترینشون. ببین به لحاظ ساختار بیزینسی و مسیر تجارت، صاحب گروه صنعتی گلرنگ برای من الگوه. آیه دکتر مهدی فضلی. دکتر مهدی یه لول بیایم پایین تر چیه؟ یه لول بیایم پایین تر ایشون که الگوی همه هست توی گروه سنت. بله قطعا، ولی یه لول بیایم پایین تر طبیعیه، یعنی اصلا این مبالغه آمیز نیست واقعا. مدیر عامل همه، چون که من همیشه سعی میکنم برای کسی کار میکنم که از من بهتر باشه و من خودم رو شبیه اون بکنم که اون هم باز ارتقا پیدا بکنه. و تفکری که مدیر عامل فعلی ما این اصلا سال 95 پیاده سازی کرد تو اون شرکت و من تمام این مدت با تمام سختی‌هایی که وجود داشت سعی کردم یاد بگیرم، نوع چرخوندن یک شرکت به لحاظ سودآوری، به لحاظ فروش، به لحاظ سهم از بازار، نوع نگاهش خیلی برای من تأثیر گذاشت. یعنی تقریبا تفکر من به دو قسمت قبل از 95 و بعد از 95 تقسیم میشه. تو زندگی چی؟ تو زندگی قطعا مادرم، چون حالا پسره ایرانی که خدا حفظش، اولین کسی رو که نام ببرم مادرشونه. ولی مادر من یه بینش اقتصادی به هم داد از سال 84. خب طبیعی بود من از 19 سالگی که پولی نداشتم، این پوله برای اجرای یک پروژه همیشه از سمت مادر من تزریق می شد به من و ایشون یه اصولی رو داشت با تمام مهربونی و والا فداکاری که داشت، این بود که حساب کتاب باید دقیق باشه. من یه پولی رو برای سرمایه اولیه به تو میدم، تو موظفی که این پول رو ببری بچرخونی، کل سودش مال تو، اصل سرمایه رو به من برگردون. من هیچ وقت به مادرم سودی ندادم، ولی همیشه روی اصل سرمایه حساب کتابم با ایشون دقیق بوده. این هم باز این تیکه ای از اون پازله بود که هی من رو توی حوزه فروش و مارکتینگ یا توی حوزه اصلا شرکت داری آموزش داد که آقا حساب کتاب جیبت رو باید داشته باشی. من بالای 3 ساله یه گزارش رو آماده میکنم برای مدیر عاملم مستقل از واحد مالیمون، این که آقا ما ماهیانه چقدر تو سیستمم خرج میکنیم، یعنی هر چیزی که من امضا میکنم توی این شرکت هزینش نسبت به فروش و اتفاقی که داره توی بازار میفته چقدر هستش. این دوره از یه ماه شروع میشه، 6 ماه گزارش میدیم، همینجوری میایم جلو تا سال تموم میشه. من به تفکیک برندها، به تفکیک شرکتها یه گزارشی مستقل از واحد مالی همیشه خدمتشون میفرستم و اینو این تیکه از اون پازل رو از مادرم یاد گرفتم. خدا من حساب جیبم رو باید داشته باشم و این برای بینش من خیلی مهمه. بیس کارو خوب گذاشت. آره. آموزش خوبی آره. بود. این دیگه تو ذهن من نهادینه شد. برنامه چیه برای آینده؟ هدف چیه؟ به خارج رفتن فکر میکنی یا نه همینجا فقط میخوای کار کنی؟ ببین حالا خودت از زندگی شخصی من اطلاع داری، من واقعا امکانش برام فراهمه که خارج از ایران زندگی بکنم، ولی یه حسی هست، نمیخوام زیاد حس شعارگونه‌ای باشه، من حس میکنم ترجیح همینه که برای یا اول برای خودم کار بکنم که این تجربه رو از سال 84 تا 88-89 داشتم، و اگه قراره برای کسی دیگه کار بکنم که اول آرزوهای اون برآورده بشه و بعد آرزوهای خودم، اون شخص ایرانی باشه، برای مملکت خودم باشه. هیچ وقت نتونستم با خودم کنار بیام این اتفاق رو یه جور دیگه ببینم، و حتی اگر خارج از ایرانم پلن داشته باشم قطعا به عنوان کارفرما دوست دارم پلن داشته باشم. اونجا دوست ندارم برم برای کسی که یعنی کارآفرینی بکنی. بله قطعا. تو ایران چی برای خودت نمیخوای کار کنی؟ بله تو ایران میگم این تجربه برعکس بود برای من دیگه، یعنی من نرفتم اول توی شرکت کار کنم بعد بگم کار شرکتی خوب نیست برم برای خودم کار کنم. من اول برای خودم کار کردم و کسب درآمد داشتم و بعد اومدم توی این شرکت. چرا برام جذابه؟ در حال حاضرم چند تا شرکت و مثلا خودت یه شرکت پخش بزنی، چه میدونم یه تولیدی بزنی. جالبه بدونی من سال 89 یه شرکت پخش زدم توی شهر هشگرد، آریا پخش یکتا اسمش بود.
اونجا هم خیلی اون موقع خیلی رزومه خاصی بود شما بتونید دسته چک از بانک تعاون بگیری. اولین دسته چک هم من اون موقع تو اون سال گرفتم، ولی خب بالاخره دانش کمی داشتم نسبت به این موضوع و شاغل بودم و با کسی شریک بودم، نمیتونستم اون کارو مدیریت کنم. زدن یه پخش یعنی خداحافظی با سیستم کاری روتینت و وایستادن سر اون بیزینس. من این فرصت رو نداشتم و اینم یکی از شکستان بوده، اینو یادم رفت بگم، توی این شرکت و این شرکت رو ما منحلش کردیم. یعنی موفق نبود؟ موفق نبود برای ولی تجربه خوبی داشت، چون من با یه عالمه، تعداد کارتونش رو یادم نیست، با یه عالمه خمیر دندون کلوزاپ گرون، با یه عالمه شامپو و پودر لباسشویی برگشتم خونمون از اون شرکت. و هنوز داری استفاده میکنی؟ نه، در عرض یه سال اونو فروختمش، توی مغازه ها فروختمش و پولم برگشت، پولم رو برگردوندم. توی زندگی واقعی شما خیلی چیزا رو یاد میگیری، بعد میبینی که بر اساس اون یه تئوری اومده بیرون، یه دانشی هست، یه کتابی نوشته شده. خیلی کتابا بر اساس همین تجربیات نوشته میشن. آره، خیلی برام تجربه، اونم برام تجربه خوبی بود، یاد گرفتم. الان نیما دهقان کلی تجربه داره، چه تو فروش، چه تو مارکتینگ، چه تو پخش، چه تو تولید. چرا نمیره برای خودش یه گوشه یه پخشی بزنه؟ استرس داره؟ محمود ترس داره؟ چرا؟ من انقدر اذیت نکنم. آقا سواله دیگه. خب برای خودم سوال. بریم بیرون از این شرکت کار کنیم. چرا همه دوست دارن ما از این شرکت بریم؟ نه نمیگم نمیگم بری از این شرکت. میگم چرا به این فکر نمی‌کنی؟ چرا فکر می‌کنی؟ ببین یه مسئله خودت منو می‌شناسی. خودت من همین کار کردم دیگه. خودت یه جایی بالاخره گروه صنعتی، من قبلا هم گفتم دورچین زیاد داره به مدیراش، به خصوص تو لول حالا مدیر معاونت، مدیر عامل خیلی خوب میرسه، یه کاری میکنه که نرن و رفتن براشون سخت باشه. خدا وکیلی اینو هممون میدونیم. شاید اون نقطه امن است. ببین آیه دهقان، بله، همونجوری که گفتی من کامل تو رو میشناسم، شاید از اون نقطه امنت نمیخوای خارج، بله، بشی. ببین قطعا اینجا بمونی آینده خیلی خوبی داری، همون میدونیم، ولی شاید اگر بیای بری یه پخش بزنی بعد از 10 سال بشی یکی، یه رقیب مثل برای گل پخش، یه رقیب برای پخش قاسم، یه رقیب پخش های بزرگ دیگه، شاید این اتفاق بیفته. کسی نمیدونه، چون توانایی های زیادی داری، تجربیات زیادی کسب کردی، به علاوه این که خب یه عالمه آدم هم میشناسی. چه اتفاقی میفته؟ چه اشکالی داره؟ ببین چند تا مسئله وجود داره. من منکر این فرمایش شما نیستم، قطعا امنیت خاطری که کار کردن توی شرکت به شما میده باعث شاید ترس شما بشه، ولی من چند تا مسئله دیگه هم دارم در مورد گروه صنعتی گلرنگ یا هر سازمان بزرگی تو این اسکیل که بیشتر از فکر کنم 3-4 تا تو ایران نباشن تو این اسکیل. اینجوری نیستش که ما بگیم خیلی هم، من نمیخوام مثلا نگاه من بیشتر از اینا خودم مدیون این گروه میدونم، چون خیلی چیزا بهم یاد داد. یعنی یکی از شرکتایی که فضا میده به شما، از شخصی سازی در اومده، از شخصی بودن در اومده و به شما اجازه میده که شما پروژه اجرا کنی با سرمایه یه شخص دیگه و توش پیشرفت کنی، یا اگر پیشرفتم نکنی حمایت میشی. ولی اینطوری نیستش که شما این جذابیت یه جوری باشه که شما دلیلی برای رفتن نداشته باشی. نه، خیلی مدیر عاملا الان هستن، خیلی معاونین هستن، قائم مقام هایی بودن توی گذشته که از این شرکت به راحتی رفتن، بله، و رفتن توی شرکت دیگه یا بیزنس خودشون رو داشتن. داشتن هدف خیلی مهمه. ببین وقتی من یه هدفی رو یه جا میچینم برای ذهن خودم، دیگه تو اون هدف کار میکنم، تمام مشکلاتی که برام اتفاق میفته رو نزدیکتر از اون هدف میبینم، چون نگاهم به اون هدف دور است، دیگه سختیاشو میپذیرم و تو اون مسیر حرکت میکنم. میتونه یه دلیلی برای موندن من باشه گروه صنعتی گلرنگ، میتونه خودش دلیل بشه برای نموندن من، ولی این مستقل از اهداف من. موضوع مهمی که فرمودی، چرا من حس میکنم که این پتانسیل هست من برم مستقل این شرکت رو بزنم، اما الان دیگه گیر مارکتینگی دارم. یعنی معتقدم که شما باید مزیت رقابتی داشته باشی، وگرنه هر کاری که بخوای انجام بدی در حال حاضر تا امروز رو همه این پخشو دارن انجام میدن. یعنی گاو بنفش باشی در حقیقت. دقیقاً. ببین این گاو بنفش رو بتونی بفروشی، خب
یعنی من شاید تو آینده قطعا یه پخشی بزنم که شبیه هیچ پخشی توی ایران نباشه. اون روز آره این کار انجام، چون اصلا مزیت رقابتی داشتن از اون، حالا فیلم گورکای وال استریت میگفت آقا این خودکاره رو بفروش، حالا به این فکر کردی که بجز این که مثلا بگه آقا آدرس شرکت من کجاست که بعد اون بگه ای خودکار میخوای حالا این خودکار رو بهت بفروشم، تا حالا بهش فکر کردی راه دیگه وجود داشته یا نه؟ داشته. آقا این خودکار میتونه اسکن بکنه اسکناس شما رو. این خودکار یه مزیتی که داره، رنگش در لحظه با اشاره اثر انگشت عوض میشه، این یه میشه یه مزیت خودکاری که همه دارن. یعنی سه تا کلمه اصلی رو الان تمام محصولات دنیا داره پاسخ میده: نیاز، خواسته، تقاضا. این که تو چه حرف جدیدی داری متفاوت باشی، بله تو دنیای امروز فقط باید متفاوت باشی، در غیر این صورت نمیتونی موفق باشی. سخته، خیلی خیلی سخته. یادم یه مدتی راجع به یه رستورانی صحبت میکردیم با هم دیگه، آره چقدر قرار بود متفاوت باشه اون رستوران. خیلی آره. خیلی نحوه پخت و نمیدونم دستور و اون موقع هیچ کس این کارو نمیکرد دیگه، گفت مواد اولیه رو خود مشتری بتونه انتخاب کنه، نمیدونم حتی از خریدش در جریان باشه، یادت میاد آره. یه پرپوزالی همچین چیزی دقیقاً روش داشتیم کار میکردیم. حالا این شرکتی که برند میسازن، حالا من حالا معروف ترینشون که جناب آقای بختیاری هستن، من خیلی ایشونو میبینم و دارم میبینم که تنها کاری که داره انجام میده، من این آدمو خیلی دوست دارم، خیلی متفاوت عمل کرده، تمامش بر بیس مزیت رقابتی. مرغ سوخاری شده چه تیکه‌ای باشه چه کامل مگه فرقی داره؟ میاد مثلا یه سری شعب میزنه، مرغ کامل از یه ریلی میاد توی روغن کامل در میاد، هیچ فرقی به لحاظ طعم و مزه نداره. من به شما قول میدم این که شما بستنی رو به انتخاب خودت از دستگاه بریزی میشه مزیت. مثلا کلن برندهایی که میسازه بر اساس مزیته، چون همه اینا وجود دارن. یعنی بعضی وقتا میاد روی قدمت کار میکنه، بعضی وقتا میاد روی مزیت رقابتی کار میکنه. من آره دنبال همچین چیزی هم، اگر قطعا اون پخشه، اگر اون فروشه متفاوت باشه حتما انجامش میدم، ولی اگر هم متفاوت نباشه نمیرم سمتش، چون میشه یکی مثل بقیه. دقیقا. و اصلا این تو دنیا امروز اصلا دیگه هیچ جایی نداره، هیچ توجیهی نداره. خب موافقی یه خورده بریم سراغ فروش و مارکتینگ؟ به نظرم جذابتره یه خورده، یعنی جذابتر میشه. اول من بگم مهمترین کار یه فروشنده چیه از نظر شما؟ مهمترین کار رو میدونم چیه، فقط نمیدونم چجوری بگم. خیلی ساده اگه بخوام بگم، اول خودش رو باید بفروشه. آفرین. اول باید خودش بفروشه، یعنی شما... مشتری اول فروشنده رو میخره بعد محصول. دقیقاً. من چیزی که همیشه تو شرکت‌های پخشم بهش منتقدم، یعنی منتقد این موضوع هستم، بحث آموزش. یعنی میگم آقا اگر اولین چیز برای توسعه آموزش فردی هست، قبول داری چه خیلی ضعیفیم توی این شدت ضعیف. ببینید ما اصول مذاکرهمون ضعیف. ما همیشه میریم توی مذاکره برای برنده شدن، در صورتی که این غلطه. ما باید بریم توی یک مذاکره برای رسیدن به یک نقطه مشترک، برای توازن، برای برد. قطعاً طرف مقابلمون رو هم باید قانع کنیم به رسیدن به یک نقطه مشترک، نه برنده شدن. برد باخت کوتاه مدت، دوام نداره. برد برده که بلند مدته. من تو مذاکرم با شرکت های پخش، حالا بر اساس پیش برد فروش و کارهایی که میخوام انجام بدم، همیشه تو نقطه برد بوده. اینطوری نبوده که یه طرفه بخوام مذاکره کنم. توی گروه صنعتی دوستانی که با من همکاری میکنن و تو شرکت های پخش هستن، به ظاهر من آدم سختگیری میدونن، چون من بسیار سختم توی مذاکره و همیشه این انتقاد رو به من دارن، ولی همیشه من اینو مطمئنم از اون جلسه وقتی میایم بیرون، اجازه ندادم طرف مقابلم با حس باخت بیاد بیرون. همیشه یه امتیازی رو از من داشته، ولی من اون امتیاز رو بدون گرفتن امتیاز برای شرکت خودم هیچ بده بستونه دیگه. یعنی امتیازی میدی دقیقا. شاید دوتا امتیاز میدی، و این به نظر من ضعف فروشنده هاییست. فروشنده های ما این حس رو ندارن به طرف مقابلشون. اول خودشون رو نمیفروشن، فروختن خود اون فرد و بعد فروختن اون کالا یا خدمات خیلی مهمه. چجوری باید اول خودشو بفروشه یه فروشنده؟ این نیاز به آموزش داره. اینکه آقا شما توی جلسه از فضای جلسه محکم بودن، تاثیرگذار بودن برای طرف مهمه، شوخ‌طبع بودن، منعطف بودن مهمه، با چه پوزیشنی شما وارد اون مذاکره میشی و برای رسیدن به اهداف چه ابزارهایی رو قراره بدی. شما قرار نیست بیای توی جلسه هیچ امکاناتی رو ندی و فقط اون امکانات رو بگیری. من شاید بعضی وقتا توی مذاکره با شرکت‌های پخش این چالش رو دارم،
یعنی با دوستان اینو عرض میکنم، میگم اینطوری نیست که شما مثلا این درصدها، این پروموشنها، این کارهای مارکتینگی رو از من میخوای، بعد میگی من حالا تلاشمو میکنم که ببینیم چه عددی به فروش میرسه. من هیچ وقت همچین مذاکره‌ای رو نمیپذیرم. من میگم شما به من برآورد میدی، بعد مشخص بابت اون برآوردم قطعا من و شما اسمش برآورده، یه تلورانسی داریم، 20% بالا 20% پایین، من از امتیازاتی که بهت دادم عقب نمیشینم، همون امتیازاتو بهت میدم، ولی تو باید توی ذهنت اون عدد رو متصور بشی تا بهش برسی. اینم باز من یکی از چیزایی بود که از مدیر عاملم اینو خیلی خوب درک کردم و یاد گرفتم، اینکه آقا شما تصویر رو باید بسازید. شما انقدر اسم، یعنی از مدیر عاملتون اینجا یاد کردید که من فکر کنم پادکست بعدی رو باید با مدیر عاملتون بگیریم. ببینیم اونم این حرفا رو تایید میکنه. فکر کنم تایید نمیکنه، چون که ما خیلی با هم چالش داریم. جالبه بدونید آخه پیشرفت تو چالش ها به وجود میاد. دقیقاً ما به شدت دوچار چالش با هم هستیم و توی این چالش توسعه اتفاق میفته. میدونید چالش تو کار لازمه. نه من آدم چشم و بله بگو قربانی هستم، نه ایشون میپذیره که من انقدر نه بگم. یعنی این نه گفتن های من در ازای تصویر ذهنی که ایشون فراهم میکنه و من به اون سمت میرم، یک ترکیبی رو به وجود آورده که باهاش میشه کار شرکت رو جلو برد. بله. و توسعه داد. تو مذاکراتم شاید من یه خیلی سخت باشم نسبت به تامین کننده دیگه تو گروه هستی، و ولی همیشه این برده اتفاق افتاده. یعنی مثلا بعد 6 ماه اون طرف مقابل من دیده آقا این ترند مثبت شده در ازای تمام این سختگیری‌ها، چون باید طرف فروشنده من به من هدف بده. شرکت‌های پخش به نظر دوست دارن با نیما دقیقا مذاکره کنن یا دوست ندارن؟ راست بگو. حسم اینه که دوست ندارن. یعنی مثلا حس میکنن که الان قراره یه زرنگی خاصی اتفاق بیفته و اونا قراره ببازن. فکر کنم درست فکر میکنن، ولی اونا نمیبازن. دقیقا من میخوام همین رو بگم. ببین اون زرنگیه اینه که برد برد باشه دیگه. آره. یعنی هر دو طرف برنده هن. آره دقیقا. ببین مثلا من یکی از ولی خب خدای شرکت های پخش هم زرنگی خودشونو دارن. اکثرا تولید در تولیدی ها، حالا خودتون رو نگاه نکنید، اکثرا تولیدی ها در مقابل شرکت های پخش مغلوب میشن یه جورایی. خیلی بله. از تولیدی ها این اتفاق برشون میفته. نه گفتم خودتون نگاه نکنید. مایناسان به خاطر نیما دقیقان اینجوری نیست. ولی نه جدی دارم میگم، اکثر شرکت های تولیدی، من جلسه داشتم با شرکت تولیدی بزرگ، حالا در حد گروه صنعتی یا خور پایین تر اسم برم میشناسیشون، چند تا دوست مشترک داریم اونجا، مدیر عامله مینالید، میگفت که ببین من هر موقع مدیر فروش بازاریابی میبرم تو شرکت پخش یه دو سه تا چک میخوریم برمیگردیم. که من یه بار به شوخی بهش گفتم که آدا بخوای خواسته یه روز ما میایم با هاتون میایم اونجا ببینم اون شرکت پخش چی کار میخواد بکنه، چون نوع مذاکره فرق میکنه. خیلی اصلا ببین شما اینا اینجوری نباشن که نمیتونن دووم نمیارن. میدونین چی میگم؟ اینا وظیفه شون اینه که بهترین امتیازات رو بگیرن، در راحت ترین حالت ممکن جنس رو بفروشن با کمترین چالش. دنیای امروز توی ایران متاسفانه مواجه شده با فروشندگانی که به راحتی دوست دارن کالا رو بچرخونن و کسب درآمد کنن. امروز نمیشه این کارو کرد. وقتی رقابت، دنیای رقابت میره بالا، امنیت که بره بالا میزان تقاضا میاد پایین. یعنی امنیت ذهنی مصرف کننده رابطه عکس داره با میزان تقاضاش. انبارهای خانگی کمتر میشه. رقابت بیشتر میشه. درآمد بیشتر میشه. انتخاب‌ها، قدرت انتخاب‌ها زیاد میشه. شرکت‌های پخش توی بلند مدت توی این کار کردنه شاید این فکر رو داشته باشن که آقا با دهقان مذاکره سخته یا نمیشه، چون یه روحیه فروشی خیلی خاص داره. یعنی خیلی از این دوستان و همکاران من تو شرکت پخش میگن آقا تو اصلا تولیدی نیستی، چجوری تو تولید داری کار میکنی؟ اصلا یه همچین روحیه ای نداری که توی تولید، توی فضای تولید کار بکنی. و این براشون سخته، ولی توی ترند متوجه میشن که با دهقان این محصول توسعه پیدا کرده. بله. محصولاتی که ما داریم یک قسمتشون کانسیومر بیسن، یک قسمتشون کاستومر بیسن،
محصولات کانسیومر بیس یا مصرف کننده محور محصولاتی که وفاداریشون بالاست، یعنی شما باید اولین محصول برای اولین بار به صورت خرید امتحانی ببری تو خونه اون مصرف کننده تا اون مصرف کننده اگر راضی باشه بیاد جزو یکی از اون سه برند ذهنیش قرار بگیره تا محصول تو رو بخره. این کار سختیه، خلاقیت هم میخواد، خلاقیت میخواد، اینجوری نیست. شما یادم میاد همچین کاری رو با یکی از برندهای جدیدی که تازه تولید کرده بودیم اون موقع افتاد و با چه ترفندی اینو بردیم تو خونه مشتری ها از طریق فکر میکنم اوکالا. بله، هر مشتری که فلان برند رقیبو میخرید یه دونه رایگان میذاشتیم تو سبدش و بعد چه فکر میکنم 30-40% از اون مشتریایی که برند رقیبو میخریدن تو توی خرید بعدیشون این برند جدیده رو گرفتن. بله چون کیفیتش هم خوب. دقیقاً. میگم خلاقیت هم میخواد. دقیقاً. من مهمترین موضوع رو تو حوزه فروش آموزش میبینم. یعنی ما باید آموزش مذاکره داشته باشیم. باید آموزش متقاعد سازی داشته باشیم. اینجوری نیستش. ببینید فروشنده تمایل داره. یعنی شما کالا رو مجانی بفروش، باز میاد میگه این فروش نداره. فروش شما تغییر نمیکنه. اصلا شما مجانی بده کالا رو. میدونین چی میگم؟ ما باید مذاکره رو یاد بدیم. این کالا این مزیت رو داره، قیمتش هم اینه در مقایسه با رقبا، به این علت گرونتره یا ارزونتره، اما این مزیت رو ارائه میده. تو این حوزه سوداوری خیلی مهمه برای مشتری نه مصرف کننده. واسطه های ما چه سوداوری رو ما به ارمغان میاریم با اینکه قیمتمون بالاتره یا قیمتمون پایین‌تره برندمون رو نمی‌شناسن. ما اصلا تو این حوزه‌ها ضعیفیم. آخه فروشنده‌ها بعد از یه تایمی که میافتن تو وادی فروش دیگه روتین میشه براشون. بله. عادی میشه. دیگه اصلا دنبال آموزشه نیستن. بله. انگیزه رو از دست میدن. می‌دونی یعنی اتفاقی بله. میفته دیگه متأسفانه. مدیرای شرکت‌ها هم برای آموزش هزینه نمی‌کنن. نمی‌کنن. اعتقادی شاید خیلی‌ها بهش ندارن. یا حالا داریم می‌فروشیم دیگه. بازار یه تکون می‌خوره. واردات که نداریم، نمیدونم برندای خارجی که نیستن، رقابتی خورده کمه، یه سری هم انحصاری دارن، یه سری کارا رو میکنن دیگه، خودت میدونی. دنبال اون آموزش نیست، ولی کافیه درای این مملکت باز بشه، برندای خارجی بیان تو. بله کافیه. بعد خمیردندونای خارجی و محصولات خارجی و نمیدونم، بعد ببینم اون وقت این برندای ایرانی که الان خیلی هاشون لیدرن میتونن رقابت کنن. بله اون موقع معلوم میشه فروش یعنی چی. آره اون معلوم میشه فروشنده کیه، فروش یعنی چی. الان فلان روغن کم میشه تو بازار، فروشنده پادشاهی میکنه. دیاته که تو کرونا یا اتفاقاتی که افتاد خیلی از محصولات کم شد، فروشگاه ها خالی شد، یه فروشنده همه سولد اوت بودن دیگه، خودت که در جریان بودی. بله دقیقاً. بعد جالبه همین فروشنده اگر مرزای این کشور باز بشه میرن تو اون مولتی نشنال ها و بسیار پذیرای آموزشن. آفرین. اما توی شرکت ایرانی این پذیرشو ندارن. این به خاطر نوع روانشناسی مردم ایرانه. اینکه مردم ایران برعکس ژاپنی ها فکر میکنن هر جنسی خارجی باشه، هر دانشی در خارج از ایران وارد بشه، اون بهترین و با کیفیت ترین. این درست نیست. ژاپونیا برعکس. خب این تفکر از کجا میاد آخه؟ درست نیست که. خب یه جایی میاد دیگه. تفکر به خاطر نداشتن زیر ساخته. ببین یه نکته ای رو من بهت بگم. یه چند وقت پیش پادکستی داشتم میدیدم، خیلی جالب بود. اون فرد داشت در مورد موضوعی صحبت میکرد، خیلی برام جالب بود. میگفتش آقا اگه ایرانیا یه هفته کار نکنن چه اتفاقی میفته؟ یعنی همه بگیم ما کار نمیکنیم. من نظرم اتفاق خاصی نمیفته. اتفاق خاصی نمیفته. اما همین سوال من در مورد ویتنامی ها ازت بپرسم. اگه ویتنامی ها یه هفته کار نکنن بازار کفش ایران به هم میریزه. اگر چینی ها که فکر کنم سه روز کار نکنن از لپتاپ و موبایل دنیا به هم میریزه. حالا اون آقا، من چون میخوام نقل قول از همون آقا بکنم، از خودم نیست این موضوع، مثلا میگه آقا اگه بنگلادشی ها یه هفته کار نکنن لباس زیر متوقف میشه تولیدش و بازار این لباس مثلا به هم میریزه تو دو. حالا اگه ما یه هفته کار نکنیم چی میشه؟ بعد حالا میامد یه سوال از یه منظر دیگه میپرسید. آقا ما اگر بخوایم تصمیم بگیریم 24 ساعت کار کنیم چی میشه؟ اصلا کسی از کاری به ما بده؟ ما تو زنجیره ارزش توی دنیا کجا هستیم؟ هیچ جا نیستیم. ما قسمتی از یه لپتاپ تولید میکنیم، چیپستی رو برای موبایلی تولید میکنیم، کل سیستم حقوق دستمزد و مالیات آمریکا رو هند انجام میده. تو این زنجیره ارزش ما هیچ جایی نیستیم. این باعث میشه که ما همیشه به اون ور فکر کنیم، تأثیر پذیریمون انقدر بالا باشه که میخوایم تأثیر گذار باشیم. ما صنعتامون رو نمیشناسیم، به خاطر همین
تو این موضوع گیر داریم. فکر میکنیم اونا بهترینن. ببین یه شرکتی مثلا یه شرکت شوینده معروف وقتی میاد توی ایران، زیاد که میری توی جزئیات میبینی تفاوتی با ما نداره، فقط دو تا مسئله رو خیلی بهش توجه کرده. یه حوزه منابع انسانی چه توی هر لایه برنامه داره بابتش، یکی حوزه آموزش. اون آموزش هم آموزشی نیست که از کره مریخ برداشته آورده باشه، اون آموزش رو شما سنس میکنی بلدش من. فقط کافیه توی شرکت‌های ایرانی پایه‌سازیش بکنی، پایه‌گذاریش بکنی و بتونی خوب پرزنتش بکنی. این اتفاق وقتی نمیفته، ایرانی‌ها فکر می‌کنن اونور آبیا مثلا تخم دو زرده می‌ذارن برای فروش محصولشون، در صورتی که من به شما قول میدم یه فروشنده ایرانی به شدت باوش‌تر از یه فروشنده خارجی. یاد سوئیس افتادم. آره آره آفرین، همون ویدیویی که ساختی خیلی جالب بود. ببین آدم ها توی اروپا به علت ثبات اقتصادی بالا به شدت تربیت مونوتاسکی دارن. مثل ایرانی ها نیستن، ایرانی ها مولتیتاسکن، یعنی طرف مجبورن داره. آره چند تا چیز رو با هم هندل میکنه توی ریسک با تورم بالای 40%. بله. پس ما باهوشتریم، یعنی انقدر آب دیده شدیم و سخت کوشتر شدیم که فقط کافیه آموزش. ما تو حوزه آموزش ضعیفیم چون نیازش رو واقعا توی این مملکت مدیرهای بالا سری نمیبینن. ببین من فکر کنم قبل از پادکست برات داشتم صحبت میکردم، گفتم ما دو سه هفته پیش رفتیم سوئیس برای یک دانشگاهی آموزش ببینیم، توی دانشگاه هشتمین دانشگاه برتر جهان، سومین دانشگاه برتر اروپا، سوئیس ادویکیشن گروپ SEG. دغدغه‌شون می‌دونی چی بود؟ یعنی شاید یه روز کامل استاد ما راجع به این صحبت میکرد که ما چجوری به نسل زد بفروشیم. ما یعنی اروپایی‌ها الان اونا این دغدغه رو دارن که به نسل زد جنریشن چجوری باید بفروشیم، اینا چجوری فکر میکنن در آینده ما با اینا به مشکل میخوریم، اینا بزرگتر که بشن اینا سرعتشون خیلی زیاده، ما چیکار باید بکنیم تو مارکتینگ، تو بازاریابی، تو فروش. ببین الان اونا دارن، ما اصلا ما به این چیزا فکر نمیکنیم. اصلا کدوم یکی از شرکت‌های تولیدی ما یا پخش ما یا بازاریابی ما اصلا کدومشون دارن به این چیزا فکر میکنن؟ برای همینه که علم از اون ور میاد دیگه. ما در یک مملکتمون بسته است، اصلا حواسمون هم نیست. اصلا ما این سوالا رو برای خودمون مطرح نمی‌کنیم. من به شما قول میدم وقتی شما این سوالو مطرح می‌کنی مغزت درگیر میشه و اون کارو انجام میده. وقتی شما یه هدفی واسه یه شرکت می‌ذاری ابتدای سال و مثلا متصدی فروش و بازاریابیش به اون موضوع فکر می‌کنی، به اون سم ناخودآگاه میره. ما اصلا این سوالا رو مطرح نمی‌کنیم. ما اون مدیر بالا سری هم تقصیر نداره ها. من به شما بگم، شما وقتی مسئول شرکت میشی انقدر تو ریسک بالا داری فعالیت میکنی به اینا دیگه نمیرسی، که درگیر تولید، مواد اولیه، سود، بهای تمام شده، مواد اولیه، دغدغه‌های روزمره‌ای، شما نمیتونی بلند مدت فکر کنی چون ثبات اقتصادی مشخصی وجود نداره که به شما رو وادار کنه برای برنامه استراتژی بلند مدت تر. بلند مدت البته تو دنیا امروز دیگه 3 ساله و 5 ساله نیست، همین 1 سال است، همین 2 سال است، ولی اینکه یه ویوی داشته باشی که آقا شما واقعا الگوی رفتاری دهه 90 و 80 رو با دهه 60 چجوری میخوای بذاری کنار هم، برنامه ریز برای اینکه یه دهه 80 از مواد بهداشتی یا محصولات بهداشتی آرایشی تو استفاده بکنه چیه؟ مثلا باید چیکار کرد؟ مثلا چه سوالی مطرح نمیکنه؟ میشینن راجبش فکر میکنن، تحقیق میکنن، استادای دانشگاهشون راجب این موضوع ساعتها میشینن مطالعه میکنن، تحقیقات بازار میکنن، هنوزم به نتیجه نرسیدن. اون جمله که گفته خیلی باحال بود، میگفتی که ما داریم از اینستاگرام استفاده میکنیم، نسل زد تو اینستاگرام به دنیا اومده. این حرف استاده بود، گفت ماها مهاجریم، اومدیم توی اینستاگرام، اومدیم توی سوشال مدیا، ما مهمانیم. گفت ولی نسل زد تو این فضا به دنیا اومده. اصلا اون براش عادیه، غریبه نیست اصلا. آره. بعد تو میخوای به اون تو سوشال مدیا میخوای به اون بفروشی، تبلیغات کنی، چی میگی؟ ببین تفکرشون چقدر جلوتر از ماست. خیلی عجیبه واقعا. میری تو اون ساعت آموزش های جهانی، میری تو کلاساشو، میبینی اصلا اونا دارن به یه چیزایی فکر میکنن که اصلا تو مخیله ما هم نمی گنجه. خیلی فاصله داریم نیما. آره. و متاسفانه اینجوریه. آقا به نظرت بازار خرابه الان؟ من اصلا مفهوم بازار خرابه رو قبول ندارم.
یعنی متعلق میدونم به جمله هایی که دوستان نسل های قبل توی حجرهای بازارشون میگفتن، بعضیش اصلا ریشه خرافاتی داشت که یه وقت چشم نخوریم. اصلا بازار خراب یا بازار خوب وجود نداره، بازار تابعی از نوساناته. مثلا همین کندلایی که برادر بزرگوار شما به درستی توضیحش میده، ما هیچ وقت صعود مطلق نزول مطلق نداریم، همه چی تو نوسانه و شما توی نزول هم میتونی صعود داشته باشی و توی اون بازار میتونی فعالیت کنی. کسی که حرف اول میزنه تو هر بازاری که مزیت داشته باشه، یا رقابتی یا نسبی، یعنی یا توی نحوه ارائه اون محصول یا خدمات بتونه یک کار متفاوتی رو پرزنت کنه، یا توی بهای تمام شده اون کالا، یعنی یا مزیت رقابتی یا مزیت نسبی. و من هیچ وقت بازار رو خراب نمیدونم، بهره برداری از بازار رو خوب و بد میدونم. یعنی برای کسی بازار خرابه که توی بهره برداری از اون بازار ضعیف عمل بکنه. اتفاقا تو بازار نزولی، تو اون نوسانه وقتی نزول میکنه، شاید خیلی فرصت ها به وجود میاد واسه خیلی هایی که تو صعوده نتونستن کاری انجام بدن، تو نزوله شاید بتونن یه حرکتی انجام بدن. مثال میزنم، من چند وقت پیش مشاوره داشتم با یه بنده خدایی، میگفت که من طبق گفته دوستان با این فروشگاه ها کار نمی کنم، اینا بد حسابن، هیچکی به اینا جنس نمیده. گفتم اتفاقا شاید این یه فرصته. بله. کسی به اون جنس نمیده، تو برو محکم هم صحبت کن، بگو اصلا من نقدی هم کار میکنم ولی به جنس میدم، حواستو جمع کن. ولی با اونی که هیچکی باش کار نمیکنه، شاید این یه فرصت باشه که تو بتونی باش نگوشییت بکنی، مذاکره بکنی، شاید اون نتونستن. میخوام بگم اینه، دید آدم هم فرق میکنه دیگه. یعنی میتونی تو اون بازاری که همه میگن خرابه، خیلی اینجوری بودن دیگه، تو بازار خراب خیلی رشد کردن، یهو یه جامپ بزرگ کردن. توی کرونا خیلی ها رشد کردن، دیدی که یهو خیلی ها سویش کردن رو خیلی از محصولاتی که اصلا بقیه بهشون فکر هم نمی کردن. آره، توی رکود اقتصادی اروپا سال 2003-2004 اتفاق افتاد، یه داستانی خیلی معروف شده بود. رکود اقتصادی رخ داده بود، بانک ها داشتن ورشکست می شدن، یه سری مشکلات برای همه بانک ها به وجود اومده بود. یه بانکی داشت پیشرفت میکرد. اون بانکی چه بانکی بود؟ ساعت کاریش 2 ساعت بیشتر از همه بانکای دیگه بود. یعنی زمانی که همه بانکا بسته بودن، این داشته خدمات میداد. و این اتفاق داشته تو همون بازار برای این بانک میافتاد. و بانک داشته پیشرفت. باید تغییر کوچیک. یه ساعت کاریش رو متفاوت کرده بود. مثل همه توی یک ساعت مشخص تعطیل نمیکرد. آره، من بازار خراب رو متوجه نمیشم اصلا معنیش رو. بازار خراب پس نداریم روی کرد و نگاه ما به بهره برداریمون از بازاره که به ما میگه آقا عمل کردم خوبه یا بده. آقا من یه سوال دارم، یه خورده شاید سواله. یا علی، همه میگن که آقای نیما دهقان تارگت های اگزاجره میذاره، یعنی تارگت های بالا میذاره که بهش دست پیدا نکنیم. اینو من نمیگم، ما بچه های فروش کسایی که با نیما دهقان کار کردن، چه پخشا، اینا همه میگن دیگه. اینا به من گفتن که ازت بپرسم اینو، درسته؟ بله درسته. چرا این کارو میکنه؟ خب طرف بهش نمیرسه که اون تارگته، بعد ناامید میشه. برگردیم به اول صحبت، یه 10 دقیقه قبل، ترنده چطوره؟ ترنده در دراز مدت خوبه، ولی تو اون لحظه طرف ناراحته. ببین، من یه اخلاقی تو مدیریت هم دارم، اینم باز از مدیران ارشد یاد گرفتم. شاید یه زمانی برام نامانوس بود، قائم مقام فعلی گروه صنعتی گلرنگ همیشه تارگت هایی میذاشت که شاید توی جلسات باعث تعجب خیلی از مدیران میشد و واقعا همین حسه میگه و اصلا نمیرسیم. خب و اینم باز انتقال پیدا کرد به مدیر عامل من، و مدیر عامل من شاید امروز یه تارگتی رو برای ما مثلا متصور میشه که شاید توی اون جلسه خیلی ها اول جا بخورن، نمیگم نمیتونن باورش کنن ها، ولی جا میخورن. اگر این تصویر نباشه، شما ترندت مثبت نمیشه. و حالا یه نکته داره، این نکتهش منابع انسانیه. من تارگتی رو میذارم که شما بهش نمیرسی، ولی اون تارگت باعث میشه تلاش کنی به نزدیک اون برسی. وقتی به نزدیک اون میرسی، اونجا دیگه وظیفه منه که اون ساپورتر رو به اندازه اون تصویر فراهم کنم تا اون حس بد رو از اون طرف بگیرم و یک تصویر جدیدتر بهش بدم. اینو باز حالا با من، خدا کنه که این برداشت بر مبالغه نباشه، میگم من یکی از
پرچالش‌ترین افراد سازمان با مدیر عاملم هستم. اینم باز من از مدیر عاملم یاد گرفتم. ببین شما اگر همچین تصویری رو نداشته باشی عادی میشی برای طرف و دیگه حرفی برای گفتن. پس میگی تاثیر مثبت داره. آره، اگر من تارگتی رو بذارم که شما همیشه 110 درصدش رو میزنی، جلسه بعدی باید در مورد چه موضوعی باهات صحبت کنم؟ شما تارگتی رو من بهت میدم که نیای 40 درصدش رو بزنی. اگر تلاش کنی 80 درصدش منطقی باشه. تو 80 درصد تصویر ذهنی منو برای 100 درصد مهیا کردی. وظیفه منه که تو رو ساپورت کنم. آره ساپورت میکنی، ولی اون یه جوری انگار داری لطف میکنه که تو که 100 نزدی 80 زدی، حالا من پول 100 رو بهت میدم 20 درصد دارم بهت لطف میکنم. با من برخوردی به غیر از این نمیشه. میدونم دیگه. اون 20 در صورت که اگر تارگت رو درست هم روز اول مشخص بکنی، طرف تلاشش رو میکنه 100 رو میزنه، پاداش 100 هم میگیره. دفعه بعدم روز تارگت 100 باش مذاکره کن، نه اینکه تارگت رو مثلا، من یه مثال میزنم، آقا ظرفیت تولید کارخونه مثلا چه میدونم 600 هزار کارتونه، تارگت براتون گوشتم های دقیقان شما این ما باید 700 هزار کارتون بفروشی. داداش ظرفیت تولید 600 هزار کارتونه، من چجوری؟ ببین من با من بحث نکن، من نمیدونم. من به شما قول تو باید، من میدونم تو میفروشی 700 هزار کارتون، من که میدونم تو چی کار میکنی 700 هزار کارتون میفروشی. ولی بعد آخه بعدش این سوال پیش میاد که داداش ظرفیت تولید ما 600 هزار کارتون بود، تو چجوری تو این ما 700 هزار کارتون فروختی؟ کردیم این کار را. بله. ما بالاتر از ظرفیت تولید کارخونه فروختیم. بله. راه رسیدن به خدا زیاده. من به شما قول میدم اگر مدیران بالادستی من این کارو با من نکردن، من با همکارانم هم این کارو نمیکنم. بعید میدونم، تو دیگه افتاده تو تنت این کارو انجام میده. یه سوالی میخواستم بپرسم یادم رفت. شما اوضاع سیاسی اقتصادی ایران رو در آینده چطور میبینید؟ ببین من اوضاع سیاسی رو در موردش نظر نمیدم، چون تو این حوزه کاری نمیکنم. من حوزه‌م حوزه اقتصادیه، البته با اینکه قطعاً حوزه اقتصادی لینک به اوضاع سیاسی، ولی من اوضاع اقتصادی ایران و این تحلیلی که میخوام بهتون بدم، چون دارید ضبط میکنید، اول میگم این تحلیل خودمه و به این معنی نیست که میتونه 100 درصد درست باشه، ولی بر اساس تجربیاتی که تو دنیای امروز دارم، تو زندگی کردن تو این کشور دارم، حس میکنم ما تو بهترین اوضاع سیاسی و اقتصادی الان. آره، یعنی الان با این همه وضعیت تو بهترینیم. آره میدونی چرا؟ تو بهترین خودمونیم. خب یه تحلیل، یه شاخصی برای خودم دارم، شاخصه شاید میگم واقعا یه شاخص خیلی ریلایبلی نباشه، چون میدونی که دنیا بر اساس تبلیغات و رسانه میگرده و شما وقتی چیز نانسنسی رو میگی ممکنه باعث تعجب همگان بشه. من یه شاخصی دارم، وقتی اون شاخص اتفاق میفته، یعنی تازه بهش رسیدم، میفهمم که اوضاعمون اوضاع خوبیه. چیه اون شاخصه؟ آسفالت خیابونا. الان همه آسفالت ها خوبه. آره اوضاع ما خوبه. یه مثال برای به شهردار ربطی نداره احتمالاً. آره همینو بهت بگم. ببین آسفالت کردن خیابون ها به نظر من آخرین چیزیه که بهش بودجه تخصیص داده میشه، چون قرار روش راه برید و لاستیکای ماشیناتون روش راه بره و اونو مستهلک بکنه و بودجه خیلی زیادی میخواد. بالای 15 ساله وقتی از کرج به سمت تهران میای، آدرس به دوستان میدم اونایی که این مسیر رو میومدن بطن سه گذاری میکنن، توی پمپ بنزین وردآورد، یعنی اتوبان به اونجا که میرسه، بیش از 15 سال آسفالتش اختلاف سطح داره. پس یعنی نه ربطی به دوره‌های انتخاب ریاست جمهوری داشته این موضوع، نه به دوره‌های انتخاب نمایندگان مجلس. 15 سال به بالایی که این اختلاف سطح رو میبینید، امسال اون اختلاف سطح از بین رفت، آسفالت شد. شما آخرین باری که خیابون ولیعصر نزدیک پارکویش آسفالت شده، نزدیک قبل از پل پارکوی کی بوده؟ اتوبان مدرس کی آسفالت شده؟ روستاهای غرب استان تهران داره آسفالت میشه. بیش از 7-8 ساله من اونجا آسفالتی ندیدم، یعنی به دوره های 4 ساله انتخابات اصلا مربوط نیست. من اصلا کارم سیاسی نیست دا، ولی یه شاخصی دارم، میگم آقا یه سری ردیفای بودجه وجود داره. یعنی چی؟ یعنی غذا و داروتون تامینه، یعنی امنیت تامینه. شما توی
خاورمیانه ناامنی رو میبینی ولی تو ایران اتفاق نمیفته. این یعنی انجام یک قرارداد، انجام یک معامله. ما توی دنیای خارج از کره زمین زندگی نمی کنیم، توی این نظمه داریم فعالیت می کنیم. قاعدتا کسانی هستن که به این فکر کنن که آقا باید جنگی هم اتفاق بیفته، توی ایران چرا اتفاق نمیفته؟ این یعنی که ما مذاکره کننده های خوبی داریم. این یعنی که ظاهر و شاید تبلیغات داستانه که داره نشون میده همه چیز دچار بی‌نظمیه. اتفاقا همه این بی‌نظمی رو زیاد بهش دقت کنی تو بستری از نظم داره اتفاق میفته و هوشمندی شاخص خیلی جالبی. حالا آینده شو چجور میگه؟ الان میگه خب شرایطمون خوبه، بستیم، مذاکره خوب کردیم، استیبلیم. مذاکره مربوط به برجام نیست، میگم من میدونم 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 تفکراتم بر اساس ثبات این کشور میدونم میگم یه موضوع بالاخره یه مذاکره اتفاق افتاده توی نظم جهانی که داریم آقا ما هم بر خودمون یه گوشه نون ماستمون رو میخوریم ولی تبلیغات و نمیدونم یه چیز دیگه است داره نشون میده. تو آینده فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ من آینده ایران همیشه خوب و امیدوار کننده دیدم، یعنی با اینکه توی مقطع بعضی وقتا از کشورم خسته شدم، بعضی وقتا زدم به سیم آخر، به همسرم گفتم مثلا من سالی دو بار تا سه بار به همسرم میزنم به سیم آخر میگم بریم دیگه خسته برفتن میگیری دیگه خسته شدم. ولی موضوع رو در بستری از نظم دارم میبینم. به نظرم تو مسیر بلوغیم، این هزینه ها رو داریم میدیم، این اتفاقات رو داریم میبینیم، اتفاقات سیاسی و اقتصادی رو، ولی من به نظرم آینده رو خوب میبینم. نمیدونم چرا اینو حس بازاریم بهم میگه. یعنی فهم میکنی آخر امسال دلار چقدره قیمتش؟ من حس میکنم رو به بالاست. من شفاف به شما بگم، شاید پیش بینی من، میگم عدده، شاید عددی یه عدد بگو 70,000 تومان من دلار منطقیه. خب این اصلا ربطی به اوزامون نداره. ببین یادته ما از دلار 400 تومن توی بازار بودیم، من شما دلار 400 تا تک تومن میگفتن بشه 10,000 تومن اقتصاد ایران فرو میباشه. 20 تومن اصلا باور کردنی نیست، 40 تومن همینجور. ببین متناسب با این اتفاقا جدای از بحث تحریم ها، ظرفیت های اقتصادی ما هم بزرگ شده، امکانات ما هم زیاد شده، اما قطعا بهبودهای خیلی زیادی میخواد. بله دنیا هم شاید زیاد دوست نداشته باشیم. ببین ما منطقه بسیار استراتژیک هست. من یه بیزنس رو بخوام بهت معرفی کنم که تو ایران میتونه شماره یک ایران باشه بر اساس اون حرفی که اگه ایرانی ها کار نکنن چه اتفاقی میفته و مغفول مونده، صنعت گردشگری و توریسم. کل ایتالیا جای دیدنیش با ونیزش رو شهر رومش رو جمع بکنی، جای دیدنیش به اندازه جای دیدنی یه شهر ما مثل اصفهان نمیشه. کل کشورها، فکر میکنم ما اولین کشوری هستیم که در حال حاضر تو سردترین نقطه، تو گرمترین نقطه میتونیم باشیم و توی کشور هم باشیم. بله چهار تا فصل هم زمان داریم. ببین توی اروپا از وجب به وجب اون خاک بهره برداری اقتصادی میشه، تو اینجا نمیشه. شما تو صنعت فیلمسازی نگاه بکن، قهرمان خلق میکنن، براش داستان میسازن، سوپرمن، مرد عنکبوتی، دراکولا، بعد اینور ما رستم رو داریم، اسفندیار رو داریم، توی حوزه ترس، جن، موکل، آل، هزار تا موضوع داریم که ریشه داره ها، یعنی قدمت‌های خیلی بالا داره، یعنی و باورپذیرتره. آفرین. یعنی اینا میخواد سوپرمن رو مثلا از 30 سال پیش خلق کردن که شاید 100 سال بعد بشه رستم ما، ولی اصلا ازش استفاده نمی کنیم. ما میتونیم، من همیشه اینو گفتم، از وجب به وجب این مملکت، یعنی من به شما این تارگت رو میدم، یه تارگت رویایی نیست ولی اتفاق نمیفته، که یه آمریکایی برای اومدن به ایران تو صف باشه تا 3 ماه آینده که بخواد یک نقطه ای از ایرانو به خاطر نبودن ظرفیت اسکان و یا نبودن ظرفیت اون گردشگاه و یا اون منطقه تاریخی توی نوبت بمونه تا بیاد توی ایران ببیندش. ولی این اتفاق میتونه ولی بیفت، ولی این ظرفیت اینجاست. یکی از پتانسیلایی که ما رو میتونه به رتبه یک دنیا برسونه. یعنی شما در لحظه میتونی تو جایی باشی که بسیار سرد باشی. دیروز بود اتفاقا داشتم یه فیلم میدیدم،
کلیپ باحال بود، نوشته بود که هواپیمایی قطر ایران رو تو هواپیما اینجوری معرفی میکنه، پشت صندلی یا مانیتور داشت دیگه، مثلا یه تیکه از صحرا رو نشون میداد، نوشته بود اینجا مصر نیست، نمیدونم فلان است، یه تیکه از یه آبشار نشون داد، اینجا نروژ نیست، اینجا سوئیس نیست، این تمام ایران رو دونه به دونه نشون، مثلا یه تیکه از برف و یخ نشون نوشت اینجا قطب شمال نیست، تهش نوشت اینجا ایران است. هواپیمای قطر داره ما رو اینجوری معرفی میکنه. ببین من یه دوستی داشتم، حالا من رشته اصلی ورزشیم کوهنوردی و سخت‌نوردی، هر چی که مربوط به هیجان بود و من خیلی دوست داشتم. یه دوستی داشتم رفتینگ انجام میداد، یعنی قایقرانی تو رودخونه های خروشان رو با این قایق‌های بادی. یه رودخونه ای بود توی شهر کرد، یعنی ما میرفتیم اصفهان، شهر اصفهان میرفتیم به سمت شهر کرد، رود ارمند رود بود فکر میکنم اسمشو یادم نیست، یکی از بهترین مناطق اونجاست و اگر تصویر اون کوها رو من به شما نشون بدم میگه آقا مثلا این تگزاس آمریکاست. رفتم شهر کرد، رفتم شهر کرد. شاید باورتون نشه، ما من چون یه مقدار وارد بودم با اون اکیپی که رفتیم، اون اولین کلیپی بود که از ما فیلم برداری کرد، هر بلایی میخواست تو اون رودخونه با این قایق سر ما در آورد، از فیلیپ کردن قایق، یعنی قایقو کلا برگردونه رو ما بریم زیر رودخونه دوباره برگردیم بیایم بشیم تو قایق، یا کیس استون اصطلاحاً بهش میگن، بوسه بر سنگ، یعنی مستقیم بری توی سنگ قایق برگرده، هر کاری بگی تو سر ما آورد و اون کلیپو در آورد. نتیجه اون کلیپ میدونی چی بود؟ چی شد؟ کمتر از یک سال اقامت کانادا رو گرفت و الان داره تو رودخونه‌های خروشان کانادا رفتینگ انجام میده. و این رودخونه این تالنت رو از دست داد، در صورتی که این فیلم باید باعث میشد از دنیا بیان اونجا این کار انجام بده. من دوستانی داشتم که رفتینگ انجام دادن تو آنتالیا، تو ترکیه و اینا، مثل این که بوده میگن اصلا نصف این رودخونه نیست. و اون با همین کلی با یه سری کارهای دیگه از این مملکت رفت، اقامت کاناداشو گرفت، قبل عضو تیم ملی سابق کایاک سواری ایران بود. آفرین. یعنی ما این بستر رو داریم از دست میدیم، این گوشه ای از ایران ماست. بله متاسفانه اینجوری. آقا برگردیم سر فروش بازاریابی، شما برای تحلیل رقبات تو بازار چی کار میکنی؟ من بلد نیستم اطلاعی. نفرمایید. ببین تحلیل رقبا رو اصلا چی کار باید بکنیم؟ ببین دو تا منظر داره توی صنعت، اینو دیگه همه بلدن، اصلا چیز خیلی پیچیده نیست. ببین یک از میزان تولیدات یک شرکت میتونی، تولیدات یک صنعت در اون کشور میتونی میزان مصرف رو در بیاری و رقبا رو تحلیل بکنی. یه منظرم از منظر وارداته، یک منظر این واردات با میزان تولیدات توی یک کتگوری هن، توی دست هن. یه منظرم میزان مصرفی که توی ایران داره اتفاق میفته. یعنی شما از دو منظر، یک ورودی دو خروجی، میتونی اون بازار رو توی اون صنعت تحلیل بکنی. از این تحلیله به رقبات میرسی و رقیبا رو پیدا میکنی. عملکرد رقیب رو توی نقطه فروش میشه به دست آورد، یعنی توی کمپینایی که داره اجرا میکنه. بله شاید سالی دوتا ایونت هم داشته باشه، یه گرده همایی بزرگ بگیره، یه ریلانچی بگیره، اینا شاید برای مانورایی که میده برای پرزنت قدرت نمایی خودش، برندینگش. حرف اصلی نقطه فروشه. چجوری متوجه میشه؟ میره تو نقطه فروش، سایت ویزیت، مارکت ویزیت؟ قطعاً مارکت ویزیت یکی از راهاشه. حالا تو چه نقاطی؟ یک، نقاطی که تاچ پوینت داره با مصرف کننده. دو، نقاطی که تاچ پوینت داره با مشتری. کجا میشه اینو جا رو پیدا کرد؟ بازار. شما وقتی یه قدم میزنی تو بازار ایران، اگه زیاد این قدم رو بزنی، یعنی مکرر باشه، مثلا هر یه ماه دو بار بزنی، یواش یواش میفهمی بازار داره به چه سمتی میره. یه برند دستمال کاغذی که بیس کف همه یه خیابون بازار بوده، جاشو با یه برند دیگه عوض میکنه. بعد اون برنده که میاد میشینه، تو رو وادار میکنه که یه سری تحقیقات توش در بیاری، آنالیز قیمتشو در میاری، آنالیز طراحیشو در میاری، آنالیز پیشبرد فروششو در میاری و میبینی که حرکت بازار داره عوض میشه. اینو کجا میبینی؟ توی برخورد با مشتری‌ها و واسطه‌ها، یعنی از بازار میخواد بره توی مغازه بشینه که اون مغازه به مصرف کننده بده. اون چی داره؟ اون یه تحلیل بده.
یه تحلیل هم میزان خروجی که مصرف کننده داره، از خروج از شلف فروشگاه بزرگ، وی آی پی ها، مگا شاپ، مگا مال ها، و اونجاست که شما میتونی به یه تحلیل مشخص برسی. توی حوزه حالا سلولوز هایجینی که حالا من فعالیت میکنم به این شکل من کارو میفهمم. راه میونبر هم داره؟ در مورد میونبراش با اون صحبت میکنی؟ شما میفهمید؟ آخه من یادم یه زمانی ما خواستیم تحقیقات بازار کنیم، کل بچه ها رو بسیج کردیم برن تو فروشگاه ها، یکی بره تو خورده فروشی، یکی بره توی هایپرستار رو نمیدونم فروشگاه زنجیره، یکی بره تو بازار، یکی بره بنکداری، هر کی یه جایی بره قیمت در بیارن و آمار در بیارن و از هر محصولی یکی دوتا نمونه بردارن بیارن ببینیم بازار چجوریه. یه اتفاقات داشت تو بازار میافت، همه اتفاقا افتاد، بچه ها اومدن گزارش رو دادن و اینا. بعد تو اون جلسه آدم گفتی که نه اشتباس، دیتاتون اشتباس. بعد من نمیدونم نیما دهقان پشت میز نشسته بود، بچه ها تو کف بازار اومدن دیتا اشتباس. چرا اشتباس؟ آقا نیما زنگ زده به دو تا از رفیقا یا مثلا دو تا از نمیدونم حالا اسم نمیبرم آمار محصولی که روی خط تولید رو داره در اونجا در میاره. خب مرد سبیر بچه ها از کجا باید اونو از تو کف بازار در بیارن؟ پس راه های میانبار هم داره. بس. یعنی حلقه ارتباطی خوبی اگر داشته باشی، یک شبکه خوبی داشته باشی از بچه های مارکتینگ و فروش یا مدیران رده بالا، دسترسی به دیتاها و اطلاعاتی پیدا میکنی که شاید تو کف بازار هم نیست، هنوز نیومده، یعنی عقبتر یه زودتر داری به اون دیتا دست پیدا میکنی. یه سوال چالشی میخوام ازت بپرسم. آقا درسته که میگن تصمیمات مهم شرکت، حالا چه پخشا چه حالا اسم نمیبرم بازم، شرکت هایی که باشون کار میکنی، این تصمیمات مهم بخش زیادیش تو کافی شاپ اتفاق میفته. یعنی اون زد و بند، حالا شاید زد و بند نمیشه گفت اسمشو گذاشته، اون توافقات. مگه جا مهمه؟ لوکیشن خب مهمه. به نظر من ممکنه شما توی یک فضای رسمی باشی، طرف مقابلت یه گارد رسمی نسبت بهت میگیره، اما اگه با همون طرف مقابل، با همون مدیر عامل، با همون مدیر پخش، با همون چه میدونم مدیر فروش توی فضای صمیمی‌تر بشینی، تأثیر بهتری بذاری. یعنی یارو دلی‌تر حرفتو میپذیره، با هم راحت‌تر توافق میکنید. این قطعا این تفاوت داره که شما نصف توافقات تو کافی شاپ ها اتفاق میفته. محمود جان ببین این حالا کافی شاپ یه مثاله ها، یعنی منظورم که توی فضای غیر از فضای رسمی. من میخوام یه مثال رسمی کافی شاپ به شما بزنم. ببین دو تا منظر داریم باش، یه منظر داخل شرکتیه، یه منظر ارتباط فیما بین دو شرکته. توی داخل شرکت آره اتفاق افتاده، من با مدیر عاملم رفتیم کوه، تو مسیر کوه بر اساس یه دیتایی که من میدم و یه دیتایی که اون مدیر عامل به من داره میده، ما به یه جمع‌بندی میرسیم و میفهمیم که باید یه همچین تصمیمی رو برای شرکت، برای فروشش تو این حوزه و تولید یه محصول جدید داشته باشیم. آره اتفاق میفته. اصلا ممکنه ما بریم یه صبونه کاری، تو اون صبونه یه گپ و گفتی بشه، برای من یه جرقه‌ای زده بشه برای انجام یه کاری. حالا بریم فیما بین شرکتی. ببین صمیمیت بین دو شرکت به نظر من تو پیشبرد منافع دو شرکت بسیار مهمه. اینکه شما به یه درجه‌ای برسی که با سمت مقابل مذاکرات در یک جایگاهی، در یک فضای غیر رسمی به مذاکره بپردازی و اون توی فضای درد دلی یا توی فضای خارج از رسمیت به تو چالش واقعیشو بگه، بگه آقا تمام چارچوبایی که توی تولید کننده داری برای من میذاری و من میپذیرم، ولی اینو از من بشنو که من یه همچین چالشی واقعا دارم، من اصلا یه مشکلی دارم توی شرکتم، این کاره انجام نمیشه، درست انجام نمیشه که اون حرف درست تو اجرا بشه، به اندازه یه ماه به من فرصت بده، به اندازه یه ماه یه کاری رو با من انجام بده. یکی از شرکت‌های پخشی که من عضو هیئت مدیرشم با مدیر عاملش این اتفاق افتاد. من به مدت 3 ماه یه کمپینی رو اجرا کردم که بهشون گفته بودم که
این کمپین اسمشو نمیخوای ببری؟ نه حالا لزومی نداره، همه اونایی که منو میشناسن میدونن منظورم کدوم شکل. که تو اون 3 ماه برای پیشبرد این فروش این کار رو من انجام میدم، ولی بعد 3 ماه این موضوع قطع خواهد شد، به هیچ عنوانم قابل بازگشت نیست این هزینه‌ای که من تو این 3 ماه انجام دادم. 3 ماه تموم میشه و من خیلی هم جدید این اتفاق، یعنی 3 ماه تابستون و 1 مهر من این امکانات رو از این شرکت میگیرم. فروش این شرکت دچار یک نوسان میشه، ولی نه خیلی، ولی محسوس. میرسیم به 1 آبان، یه جلسه غیر رسمی من با مدیر عامل اون شرکت میذارم و مدیر عامل اون شرکت جلوی اون ارشده اون شرکت قبول میکنه حرف من، چون حرف من داره یه منطقی بوده که نباید این کارو تو اون حالت انجام بدیم، چون این موضوع باعث میشه مشتریان و نماینده های ما فکر کنن که این موضوع تا ابد ادامه داره، بعد از یه مدت عادی سازی میشه و یه چیزی بالاتر از اونو برای انجام دادن یه کاری در حد همون کار دوباره از ما میخوان. این منطق داشت و مدیر عامل پذیرفت، اما یه چیز دیگر رو از من خواست. این اونجاست که بهش میگن مذاکره برد برده. تو اون فضا به من گفت آقا این فضا کاملا درسته و با بچه‌هاش صحبت کرد، اما یه خواهش از من کرد و من اونو پذیرفتم. گفت برای اینکه ضرب این کارو کم کنیم توی آبان ما به مدت 15 روز 10 روز تا 15 روز اون کمپین رو برگردون و ما کاتش میکنیم که اثر و ضرب این داستان رو بگیره. این حرف سنس میکرد برای من و من تایید دادم توی آبان ما. 2 هفته دقیقاً، حدود 2 هفته که بتونیم به مخاطبمون به مشتریمونم این موضوع رو گوش زد بکنیم. آقا این به این معنی نیست که سود این کالا خیلی بالاست، این به این معنی که پروموشن موقت بوده، پروژه توسعه‌ای بدم، سهم بازار بگیرم، باشه باهاتون میام. این بشه وفاداری من به شما، چون یه مارجین خیلی خوبی برای اون نماینده ها داره و یه مانور بهتری برای فروشنده ها توی سطح بازار و مغازه ها. ولی همیشگی نیست، چون همیشگی بودن توی فروش، نداشتن تنوع توی فروش، تنوع شرایطی و کاری، اون رو یک حق مسلم و یک شرایط عادی براش عادی میشه. بله وقتی این اتفاق بیفته و دیگه شما نزدیک قیمت تمام شدت بخوای عمل کنی، تا ابد که نمیتونی، جای مانورم نداری و محصولم ذلیل میشه. شما هیچ وقت نباید جنس تو امانت بذاری توی مغازه. حالا اون خاطره که در مورد لوستر برای تعریف کردم، جنس امانی یعنی جنس ذلیل است، جنس بها دارد. خب برای شروع جنسی که نمیشناسن، میخوای جا بندازی، مثلا میخوای بری تو سوپر یا بفروشی، چیکار باید بکنی؟ نمیتونم اول ازش پول بگیری. باید شرایط رقابتی خوب داشته باشی. ببین منظورم از امانی یعنی که هیچ دوره وصولی نداشته باشد. نه، و کالا بماند تا فروش برم. نه مشخص، مشخص درست است. یعنی شما مثلا یه کالایی رو حدود 60 روز به یه مغازه میفروشی، این کالا رو ذلیل نمیکنه. ولی اینکه آقا من یه کالایی دارم، این بمونه تو مغازه، هر موقع فروختی پولشو بده، هر موقع فروختی پولشو بده، یعنی کالا بی ارزشه و من مخالف این موضوع. شما وقتی میخوای یه کمپین پیشبرد فروشی بذاری توی شرکت، باید اینو به نماینده بفهمونی که آقا من دارم از سهم خودم به تو میدم که تو کالای من رو بزرگ بکنی، این حق مسلم تو نیست، این یک پروژه برد برده، سودش مال تو، توسعه فروشش مال من، هر دو به یک خواسته مشخص، ولی محدود، ولی زمان محدود. آره این اتفاق، آره توی کافی شاپ افتاد. بله این تصمیمه توی کافی شاپ افتاد. میگم تصمیمات مهم اینجوری اصولا، ولی خب باز رفاقت و صمیمیت هم نباید از یه حدی بیشتر بشه دیگه، چون باز میشه دیگه بره سمت سوء استفاده، خدای نکنه. والا میگم باز متاسفانه یکی از ویژگی‌هایی که از من یاد میکنن، من خیلی نه بگم. من اصولا اول جمله هم نه، با نه شروع میشه، میدونم. من یادم تو مخالف تخفیف نقدی هم هستی یا بودی، میگی تخفیف نقدی نداریم. چه تخفیفی داریم؟ چی به چجور تخفیف بدیم؟ یعنی میگی آقا تخفیف نقدی، تخفیفی که حالا یادم یه جاهایی تخفیف و کالایی یا کارتونی یا آره احسن. من این حوزه مارکتینگ همه تا حوزه فروشم، یعنی آره خب مارکتینگ. حالا یه چیزی میخواستم بگم، آدم ها معمولا تو بازار ایران یا مارکترن یا فروشندن.
کم پیش میاد دوتاشون باشن، دوتاشون با هم باشن. آره من ندیدم. خیلی ها به من میگن هر دو وجه رو داری، من همیشه سعی کردم دو وجه رو تو خودم تقویت کنم. اینجا حوزه فروشیم نیست، حوزه مارکتینگیمه. من تخفیف رو کالایی میدم، چون در ازای اون کالا سهمی رو از شلف اون طرف خواهم گرفت که منجر به توسعه فروش اون کالایه میشه. من. حالا اون کالا رو تو بفروش، کل پولش هم بذار تو جیبت. یعنی تو یه کاری باز برای من کردی که من یه سودی هم خودت اون کالا رو به خودتو برگردوندم. ولی اگر من یه پولی رو به تو بدم که بذاری تو جیبت، کالایی از من توسعه پیدا کرده؟ خیر. برد باخته. برد برد یعنی کالای من رو تو مجانی بفروش، یعنی من به تو مجانی میدم در ازای مثلا 100 کارتون من به تو 20 کارتون مجانی میدم، 10 کارتون مجانی میدم. این 10 کارتون رو تو هر چی ازش پول به جت مصرف گرفتی رو بذار تو جیبه، دست درد نکنه. ولی من چه اتفاقی برام افتاده؟ من 10 کارتون بیشتر هم کارخونه رو خالی کردی اینجوری، هم شلف رو پر کردی، اونم برای اینکه شلفش زودتر خالی بشه مجبوره حالا یا خودش از جیبش یه پروموشنی بذاره جلو دیده مشتری باشه سریعتر خارجش کنه. بعد چه اتفاقی افتاده؟ این گردشه اتفاق افتاده دیگه. ده. سری بعدی هم مشتری باز خواهان اونه دیگه، چون فروخته دیگه. در حقیقت داره برای تو مارکتینگ میکنه. ده. تو همون بودجه که قرار بوده به خودش بدی نقدی گذاشتی کالا بهش دادی، در حقیقت داره یعنی برد برده. بابا دیدگاه فروشی چی میگه؟ میگه آقا به من درصدشو بده که منم درصد بدم. درصد برای خریدار برای مشتریم خیلی جذابه، ولی ما نمیتونیم اینجوری توسعه کالا داشته باشیم. نه درست نیست. آه. به نظرم کار اشتباهیه. یه سوال آخرم بپرسم ازت، اونم اینه که میگن حالا این شاید زیاد به فروش و مارکتینگ و اینا ربطی نداشته باشه، میگن که یه بیزینسی رو وقتی راه اندازی میکنی، چون خودت هم داشتی، باید یه جایی برسه، به یک نقطه‌ای برسه که وقتی خودت تو اون بیزینس دیگه حالا بالا سرش نباشی، هم اون بیزینسه مثل زمانی که خودت هستی شروع کنه کار کردن و سود رسوندن. درسته؟ این قضیه رو قبول داری؟ یعنی مبتنی بر سیستم باشه. مبتنی بر سیستم باشه قاعدتا قبول داری دیگه. الان همه شرکت‌های گروه صنعتی اینجوری هستن؟ نه خیر. نیستن. اصلا مدیریت ایرانی کلن بیسش بر فرد، ولی من دارم شرکتی رو که توی گروه صنعتی یکی از شرکت‌های پخش مطرح ماه که امروز داره یه برند اینجوری از خودش میسازه و واقعا هم هست، یعنی تو مسیرش هست، مبتنی بر سیستمه، یعنی یک جریانیه با بالغ بر شاید مثلا 20 سال سابقه، رسیده به این نقطه ای که با اینکه آدم های قدری هم توش دارن فعالیت میکنن، دیگه اون سیستم افتاده توی اون شرکت پخش نشسته و مبتنی بر سیستمه. مولتی نشنال ها اکثرشون اینجوری هست. بله. اکثرشون. یعنی من مثلا شرکت هنکل رو چون دوستانم اونجا فعالیت میکردن میتونم مثال بزنم که توی تایمی یک گروهی از مدیران همزمان از این شرکت رفت و این شرکت کار خودش رو ادامه داد. تو شرکت‌های ایرانی حتما ما دچار چالش میشیم. چرا اینجوریه؟ چرا بر اساس فرده؟ چرا تو ایران هست؟ تو منابع انسانی دنیا دارن ارزش گذاری میکنن آدم‌ها رو، مثل بازیکن تیم فوتبال. میگن آقا قیمت این مارکتر یا فروشنده انقدر میلیون دلاره که ما مثلا از شرکت بوش جابجاش میکنیم به شرکت یونیلیور. هزینه‌اش انقدره، این آدم انقدر. دارن اثر آدم ها رو قیمت گذاری میکنن. ما بعضی وقتا از این موضوع، بعضی وقتی که اصلا تو مدیریت ایرانی ما از این موضوع غافلیم. ما میایم یه مدیری رو از سازمان بر میداریم به 1001 دلیل موجه و حدودا یک سال هزینه نبودن اون آدم رو تو خدشه دار شدن فرایندها، تو از بین رفتن یه پروسه ساده میدیم، بدون اینکه حواسمون باشه واقعا اون آدمی که رفت این اتفاق افتاد هزینه‌اش تو این یه سال چند میلیون دلار شد، چند میلیارد تومان شد و هزار تا توجیه برای از بین رفتن از نبودن اون آدمه میاریم. حتی تو سطح مدیر عامل اونا، بله، یعنی مثلا یه مدیر عامل از یه شرکت بر میدارن میذارن یه شرکت، یه شرکته شرکت قبلیه کلن کلپس میکنه حدود 2 سال، 2 تا مدیر عامل روش عوض میکنن، تازه برمیگرده به نقطه اول که تازه یه استارت خوب بخواد بزنه. اینم نمیخوای اسم ببری؟ نه. هزینه
یه به جایی اون مدیر عامل به یه جای دیگه که باعث شده اون شرکتی که تو جای جدید رفته اتفاقا شکوفا بشه رو به پای قیمت اون آدمه نمیزنن که جا به جا شده. اتفاقا با این که تو اروپا مبتنی به سیستم اینو درآوردن، ما مبتنی به فردیم، قیمت گذاری آدممون رو انجام نمیدیم. به نظر دلیلش این نمیتونه باشه که خودمون نمیخوایم، یعنی خود اونایی که تو رأسن مدیرا، خودمون مدیریم دیگه، خودمون مدیرا نمیخوان. چرا؟ میگن جا به جاییم هزینه داشته باشه براشون. آقا الان نیمادهقان آیا سیستم داره یا یه جوری کار میکنه که بگه ببین من یه جوری کار میکنم، کارم یه جوری میبرم جلو مثل بنز، ولی اگه منو جا به جا کردن یه جوری دارم کار میکنم، اینقدر مبتنی و متکی به خودم و تصمیمات خودم باشه تو سیستم نباشه که اگه من رفتم حداقل 6 ماه یه سال کار بخوابه دیگه، یه جوری کار میکنم، شاید ناخودآگاه باشه، این نمیگم تفکر بدیه، یه جوری کار میکنم که نتونن منو جا به جا کنن. شاید همه مدیرها دارن اینجوری فکر میکنن. حالا اتفاقا برای من برعکسه. من از این موضوع که یه جوری کار کردم که تو این سمت جا افتادم و نشستم و این کار داره به نسبه خوب جمع میشه، به نسبه خوب از مدیرعامل عزیزمه، چون مدیرعامل هم هیچ وقت نمیگه چیزی عالیه، درسته که شاید تو ذهنش این موضوع عالی باشه، ولی به نظر من حالا به نسبه خوب داره پیش میره، مورد شکایت منه. چون متاسفانه توی نسل جدید این انگیزه ها کمتر شده، اصلا دنیا یه شکل دیگه ای شده در مورد نیروی انسانی، اصلا تفکر توی سازمان کار کردن عوض شده، این تفکر سازمان کارمندی کردن، آره اصلا همه فکر میکنن این کار چیپیه، یا اصلا ما باید حتما برای خودمون کار کنیم. این درسته، نه اینکه من بخوام ردش کنم، اینم خیلی جذابه یعنی، ولی یه درصدی هم بیایم بدیم، یکی هم به ما یه آماری بده که همه اینایی که کار سازمانیشون رو ول کردن رفتن کار آزاد زدن چند درصدشون موفق شدن؟ 10% موفق شدن. 10% رحمت 90% شکست می‌خورن، 90% شکست می‌خورن و میگن ای کاش ما همونجا حقوق بگیر ساده بودیم. از این نباید غافل بشیم ما، چون اونایی که تو سازمانن انقدر اون سطح رفاهشون یا اون سطح بی‌تفاوتیشون نسبت به موضوع رفته بالا که فکر میکنن از دنیا جا موندن، بعد نمیدونن توی بازار یه کرونا میاد کلن طرف کلپس میکنه، کل زندگیشو میده میفته، در حد یه کارشناس برمیگره توی سازمان ساده کار میکنه. بله. هیچ کس از این پرزنت نمیکنه، ولی همه مثلا میان ایلان ماسک رو پرزنت میکنن، بیل گیتس رو پرزنت میکنن، زاکربرگ رو پرزنت میکنن. خب چند تا زاکربرگ الان تو دنیا هست اسمشو نمیدونیم؟ همچین آماری وجود نداره. در مورد این که من یه جوری کار کنم که اگه رفتم سیستم بمونه هیچ سازمانی نمیمونه، من عرضم اینه اون سازمانه بعد یه سال که برمیگرده به اون جایگاهه، من به اندازه یه سال میتونم توی یک جریان به این بزرگی، مگه من چقدر میتونم تاثیرگذار باشم؟ من یک مهرم، حالا اون مهره رو خوب انجام میدم یا نمیدم. الان مشکل جانشین پروریه، یعنی شما یه آدمی رو میاری، اون آدم رو تو خودت میدونی اسمش کیه. من یه آدمی رو آوردم تو این واحد که اصلا دوست عزیز منه، اصلا تو این فضا نبود، اصلا رشتش یه کار دیگه ای بود، ما اینو آوردیم، بسیار بچه علاقه من، جویای نام. این آدم هم یه مسیری شبیه منو طی کرد، کمتر از 6 ماه من 2 تا ارتقا بهش دادم، ولی به یه حدی از درک رسید که گفت نیما تو اینو داداش منی، ولی من میخوام برم، خیلی مدیونتم ولی من میخوام برم دیگه برای خودم کار. من برای این جوابی ندارم. من آدمی رو که شاید داشتم روش سرمایه‌گذاری میکردم که یه روزی جانشینم بشه رو بعد از یه پروسه 4 ساله یا 5 ساله، من اصلا نمیتونم بگم قطعا حرفم درست بوده، اصلا شاید مدیر عامل من اون آدم رو به عنوان جانشین من نپذیره، ولی من یه همچین مسیر شغلی براش داشتم که آقا بعد 5 سال 6 سال رسیده به نقطه‌ای که دارم معرفیش میکنم برای جانشین خودم، به این دلیل میره. من جواب این سوال رو ندارم محمود، و من اون جانشین رو از دست میدم. و امروز من وقتی از مدیر عاملم میخوام که برای هدف بعدیم به یک جایگاه دیگه ای فکر بکنم، اولین چالش برای ذهن مدیر عاملم اینه که من این سیستم رو به دست کی بسپرم. این سیستم رو به جز نیما کسی نمیتونه جمع بکنه. خوب نیست، این خوب نیست، برای منم آسیبه. بله. چرا؟ نمیتونی پیشرفت کنی. من تو این جای نشستم کارمو دارم با حد اکثر تلاش انجام میدم، اما نمیتونم ارتقا بدم. این بده. و اگر سیستم بیاد توی سازمان‌های ما کار بکنه،
قدرت جابجایی بیشتر میشه. اون شرکتی که دارم میگم الان مبتنی بر اون سیستمه، یک شرکت پخشه، یک از اولین فکر کنم شرکت ماست، حالا بحث ریالیش رو بذاریم کنار، اون شرکتی یه سری آدم ها داشت که داشتن توش کار میکردن. یه ده از اون آدم ها، یه نفر در حال حاضر، حالا بعدن هم ممکنه اتفاق بیفته، رفت مدیر عامل یکی دیگه از شرکت های مطرح گروه شد. اون سیستم باز داره کار خوش میکنه. سیستم انقدر بزرگه، مشکل منابع انسانی داره، مشکل جذب نیرو داره مثل همه ماها، ولی اون انقدر افتاده تو تنش به قول شما، اون پخش، اون سیستمه داره کار خوشو با قدرت انجام میده. این خیلی خوبه. مولتی‌نشنال ها اینطوری هن. ما اینطوری نیستیم. ما مبتنی به فردیم، بعد برای توسعه اون فرده هیچ کاری انجام نمیدیم، برای توسعه افرادی که قراره گزینه‌های بعدی اون آدم هم باشن هیچ کاری انجام نمیدیم. اون آدمه میره، تا یه سال دو سال شرکته میخوره تو در و دیوار. حالا اون آدمه خوبه یا بد؟ به نظرم خود اون آدمه، آفرین، خودم خواستم اینو بگم، خود اون آدمه بیشتر از اون سیستم شاید ضرر، اون شرکت ضرر میکنه. این چرا؟ چون اصلا وقت نمیکنه به خودش برسه، وقت نمیکنه پیشرفت کنه، وقت نمیکنه هیچ کاری بکنه. او تو روز تعطیل هم به زنگ میزنن، چون همه یه سیستم بر اساس گوشی تو داره میره جلو دیگه. یعنی تو یه هفته یه ماه این گوشی رو خاموش کن، من به تو قول میدم فروش، ببین چی میشه. ببین من اثرم تو فروش شاید 20% یا 30% آخر فروش باشه، و این 20% و 30% منجر میشه بودجه مصوبه این شرکت بشه 100% یا بشه رو 70%، تو بشه 80%، تفاوتش زیاده. آخه سودم تو همون 20% آخره. چرا؟ چون دقیقاً تا 60-70% که سیستم تقاضای بازار داره میفروشه، کننده کار من نیستم. که من یه تجربه ای دارم، بر اساس اون تجربه اون کار رو تو کمترین زمان ممکن انجام میدم. میتونم این ادعا رو داشته باشم. یه بحثی بود که میگفتن آقا اون کارمندی که یه کاری رو در کمترین زمان ممکن انجام میده، به خاطر اون 10 سال تجربه قبله که تو 10 دقیقه اون کار رو انجام میده و کسی دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده. همون مثالی که یه قسمتی از دستگاه خراب شده بود، 1000 نفر یه ضربه زد، گفت آقا این ضربه مثلا $100، تجربه من $1500، $1600 فاکتور شماست. من اینو من فهمیدم، 10 نفر آوردی نتونستن اون کار رو انجام بدن. ما از این آدم ها که بتونن سیستم رو یاد بدن، یاد بگیرن، به جای بالاتر برن، که اون سیستم با رفتن اون آدم ها دوچار چالش نشه، نداریم. ما مشکل شدید منابع انسانی داریم، مدیریت منابع انسانی. فکر کنم هی بدتر هم میشه سازمان ها. بدتر میشه، دقیقاً داره بدتر میشه، چون اصلا ما فرصت نداریم. زمان داریم کم میاریم، از تورم نباید جا بمونیم، ریسکامونو باید پاس بکنیم، ریسکامونو باید کم بکنیم، بودجه‌مونو باید افزایش بدیم، سهم بازار باید بگیریم. پس کی اینا رو انجام میده؟ آدم‌های اون شرکت انجام میدن. اون آدم‌ها رو براشون وقتی نمیذاریم برای توسعه‌شون. شاید بعد توسعه همه این چیزایی که گفتمو بذاریم کنار، این آدم‌ها رو توسعه بدیم اون درست شه. ممکن. و این اتفاق میفته. ولی ما نمی‌کنیم این کار. این ریسکو نمی‌کنیم. حالا مدیر عامل یه شرکت بخواد جابجا شه، اون شرکت تا یه سال بعد هزینه کنه. بله. باخه جابجا که میشه، خیلی از افرادم با خودش یا میبره یا میرن. یا میرن یا اصلا کار اونو بلد نیستن. کارو بلد نیستن. اون اصلا زمانی نذاشتی که اون کاری که اون انجام میده اون آجر آخریه هست. اونو اصلا اون به کسی یاد نمیده. یا کسی دیگه اون نذاشتن کنارش که یاد بگیره. متاسفانه همینطوره. آره، یه همچین مسئله‌ای وجود داره. آقا بیشترین تارگتی که تو یه ماه زدی چیه؟ این سال آخره و یک سال. سال آخرت سال قبلی بود. نه این یک، اون یکی مونده به آخر. نمیتونم بدم بهت. آقا مگه همین ماه پیش زدی؟ بیشترین تارگتی که تا الان زدی تو یه ماه، ریالی نه کارتونی. عددشو بهت دقیق اجازه بده نگم. ببین نگی من میگم، خودت بگو. بالای 300 میلیارد تومان توی ماه. توی یه ماه. یعنی توی یه سال تقریبا 3000 میلیارد 4000 میلیارد زدی دیگه. نه. شما رکورد ماهیانه رو خواستیم. سالیانش هم ببینیم. سالیانه دیگه اگه بشه همچین اتفاقی رو ثابت نگه داشت به یه همچین عددی برمیست. آقا رکورد گفتم دیگه، نگفتم اوریج. رکورد چقدره؟ رکورد ماه بالای 300 تا. البته من میدونم، فکر کنم 300 به بالا رو هم زدی.
آره بالاتر است. بالاتر است. پس رکوردت 300 نیست. من میدونم که بالای 300 هم زدی. محبت همه همکاران. آره میدونم 300 به بالا هم زدی. تولید بازرگانی با. آره 400 و خورده ای هم فکر کنم زدی. آره نمیگی من نمیدونم. من خیلی همه من نمیدونم چرا. آره اون که میدونم. ولی همه دوست دارم. چون که این اتفاق بیفته. امیدوارم واقعا دوستم داشته باشه. آره نه واقعا یکی از پرچالش ترین واحد ها به نظر من در هر شرکتی و مهمترین واحد هر شرکت. من این ادعا رو میکنم ممکنه خیلی از تولیدی ها، مدیر کارخونه ها، مدیرهای مالی، مدیرهای منابع انسانی با ما زاویه بگیرن، ولی به نظر من مهمترین بخش یک شرکت واحد بازاریابی و واحد فروش اون شرکته. یعنی همه شرکت تولیدی کار کنن فروش نتونه خوب بفروشه، اون شرکت زمین میخوره. واحد فروش مهمترین واحد یک شرکته و پرچالش ترین. چرا؟ چون یقه همه رو میگیره، از تولید میگیره تا مالی تا حتی جایی هم مدیر عامل. نه خب واقعیته. چرا؟ چون میخواد تارگتاشو بزنه، میخواد شرکت رو به جلو حرکت بکنه. نه یه جایی قرار گرفته که باید پارو بزنه دیگه، اون داره پارو میزنه، کل شرکت رو باید بکشه جلو. همه کمک میکنن ولی اوکی. اون به نظرم یه مدیری داشتم یه مثال میزد تو حوزه فروش و بازاریابی، میگه باید فروش و بازاریابی مثل افسر ارشد اطلاعات، اینا باید از همه حق دارن هر سوالی رو که بخوان بپرسن. و این اطلاعات، این کلمه اطلاعات یعنی افسر ارشد اطلاعات، باز ربط داره به بازار. اطلاعات حرف اول تو دنیا میزنه. بله. این که شما یک قدم جلوتر باشی، حالا یکی دیگه از جملات مدیر عامل رو بگم که اونم نقل قول داشت از یه استاد عزیزی، میگفت آقا شما وقتی روزنامه رو میخونی اتفاقاتی که تا امروز افتاده رو داری توش میخونی، اینا دیروزنامه است. اگر شما این هنر رو داشته باشی که فردانامه رو بفهمی، میتونی حرکت کنی. پس اطلاعات تو بازار به شما این اجازه رو میده که به قبل از خط خودت که توی تولید، بازرگانی و تامین باشه فشار بیاری که بر اساس اون اطلاعات یک فعالیت رو انجام بدی که شرکت رو به توسعه برسونی. بله. و این خیلی، آره این واحد به نظر من مهمترین واحده. چقدر از تولیدیایی هست تو ایران که کارخونه هاشون خوابیده چون این قسمت، این واحدشون ضعیفه یا ندارن. ندارن. آره متاسفم. این دیدم باید میک میکنم مدیران پیدا کنن. بله. خیلی از ما، حالا خدا رو شکر مدیرایی که ما باشون کار کردیم این دیدو داشتن و دارن، ولی خیلی های دیگه ندارن. همونجوری که گفتی خیلی ها تعطیل شدن دیگه. بله. به خاطر همین واحد بازاریابی و فروشی که نداشتن، طرف خودش یه نفره میخواد همه کار رو انجام بده. بله. و نمیتونه. سوالی هست که ازت نپرسیدم و دوست داشتی جواب بدی؟ به قول مهران مدیری احساس خوشبختی میکنی؟ یه چیز نسبیه. آره احساس خوشبختی میکنم. دوست داشتم از همسرم تشکر کنم، بالاخره با تمام خیلی اذیتش کرد. آره همیشه از من شاکیه، همیشه هم به من میگه تو اولویت اول تو زندگی شرکت ماریناسان. ولی واقعا اینجوری نیست. ما بالاخره خانواده برامون، اصلا اون خانواده است که باید به ما اون انرژی بده. آدم نیما چرا شعار میدی؟ من و تو اولویت اولمون تو زندگی کاره برادر. غیر از اینه حالا این قسمت رو پوزیشن شعارگونه به خودمون بگیم. ببین من این قسمت رو پخش نمی کنم. تو همین قسمت رو اتفاقا داشتی تشکر میکردی، خوب داشتی میرفتی، ولی آقا ما اولویتمون خانواده. اوکی خانواده هست 100%، ولی ماها اولویت اول، اصلا عشقمون، تفریحمون، واقعا تفریحمون کاره. این که طرف مقابل هم بالاخره حالا با تمام ناراحتی هایی که از ما داره بپذیره باز خوبه. آره نه واقعا به نظر من کسایی که همسر یک همچین آدمایی میشن، اولا که بهشون تبریک میگم از هم تیریمون. الان اتفاقا اون جواب ممکنه بده که اصلا تا جای تبریک نمیده. آره دومن این که واقعا به نظرم کار بزرگی انجام میدن، چون خیلی صبورن، خیلی صبر دارن. ماها آدمهایی هستیم که خب هم هوش هیجانی بالایی داریم، هم واقعا از خودت میدونی، یعنی منم میدونی خودت هم اینجوری هستی دیگه. ما از 6 صبح میایم سر کار تا 8 شب، بزنش 14 ساعت پون، تازه الان تو این پوزیشن با این امکانات داریم اینجوری کار میکنیم.
خب طبیعتاً اونایی که تو خونه ان اذیت میشن دیگه، تعطیلی نداریم، آره. نمیدونم داستان نه. من این سمت آخریه که خدا کمک کرد و گرفتم، یعنی اولین سوالی که خانمم ازم پرسید این بود خب الان که دیگه معاونت این شرکت شدی کارت کمتر شد دیگه، و من نمیدونستم چه جوابی بدم چون راستشو میگفتی. آره، و مسئولیت خیلی سنگینه، ایشالله که بتونیم خوب از پسش بر بیایم، بعدم از ما راضی باشه. ببین شما فردا انشالله بشین مدیر عامل کارت بیشتر میشه. من از همین تریبون به خانومت میگم، یه مثال میزنم، خودت اینو همیشه قسم ول کن خودت همیشه اینو میگفتی و منم اینو دیده بودم دیگه، چون باید باشه من مستقیم با افق خروش کار میکردم. بله، ما درس پس میدهیم. خواهش میکنم. یه مدیر عاملی داشت آقای افق کوروش، یا اسمشو نمیبرم، شرکت افق کوروش مدیر عاملی داشت که تو میشناسم، از 6 صبح تا 11-12 شب سر کار بود، یادته روز 17-18 ساعت کار میکرد که افق کوروش رو کرد افق کوروش. مدیر عامل با چند هزار تا پرسنل اینجوری داشت کار میکرد. پس داداش این حرفا نیست، باید زحمت بکشی، باید تلاش کنی، هر چه اتفاقا میری بالاتر، میگه هرچه بامش بیش برفش بیشتر، هرچه میره بالاتر مسئولیتت سنگین‌تر میشه، کارت بیشتر میشه. و یکی از دلایلش هم نداشتن همین سیستمه ها. الان مدیر عامل خودت رو نگاه کن، اونم همین جوریه، تعطیلی نداره، هر روز سر کار از صبح بیا تا شب. اصلا شاید به ظاهر ساعت 4 بره، ولی این مکس 4 تازه میره. آره 4 تازه میره، نمیتونه اینجوری نباشه. میگم میرم به خاطر نداشتن اون سیستم است. به نظرم باید اونم درست بشه ان شاء الله. خیلی خوشحال شدیم از مصاحبت با شما، واقعا استفاده کردیم. انشالله که بتونیم اینو پخش کنیم و بقیه هم استفاده بکنن. خیلی ممنون، لطف کردید، زحمت شما، خواهش میکنم. انشالله با یه نگاه جدیدی واقعا تو این بازار داری فعالیت میکنی، من که کیف میکنم. لطف داری، یعنی یکی از دنبال کننده شما. سلامت باش، باعث افتخاره. خیلی مخلص، مرسی، ممنون، خداحافظ.